بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز جمعه هست، 23 ماه جولای سال 2021، برابر است با اول مرداد ماه 1400، دومین ماه فصل تابستان. گرما بیداد میکنه در ایران، از طرفی بیابی، از طرفی مدیریت بد، حکومت بد و ندانمکاری، و از اون طرف هم مردم تظاهرات میکنن که حقشون هست، ولی یه گروه هایی هم اون وسط میخوان به قول معروف اسب خودشون رو بدونن و تیراندازی و اینها، که حالا ببینیم چه خواهد شد. به ضرر مردم تموم میشه. امیدوارم که مردم بتونن به حرف اون مأمور انتظامی که آمد وسط اونها و گفت شما حق دارید حرف بزنید، اعتراض کنید، ولی اجازه ندید از بین خودتون شلیک کنن، بزنن یک کسی رو، بعدم اینجور و اونجور. اینها ماجراها زیاده، خودتون بهتر از من در جریان هستید، و واقعا میگم آدم نمیدونه از کجا شروع کنه. این شاهین میگه که من خواستم برنامه دارم، خندم میگیره وقتی برنامهاشو نگاه میکنم، بعد تا دو سه روز یادم میاد به حرفایی که زده و هی میخندم. میگه که من خواستم برنامه اون رفتن اون میلیونره به فضا رو شروع کنم، تا من خواستم به خودم بیام دیدم اون رفت و برگشت و من هنوز اندرخم یک کوچه‌ام، موضوع رو عوض کردم و یک کار دیگه کردم و اینها، و واقعا همین جوری شده. خبرها به همین سرعت میان، اتفاق میفتن و رد میشن، میرن و آدم نمیدونه از کجا بگه. ولی خوشحالم که دوستان خوبی داریم، مثل آقای کردار، مثل آقای اکبری، همشهری عزیزمون، که اینها پیام میذارن و ما هم اینجا مینویسیم که پیام آقای اکبری درباره باطلاق وان، این نه وان حمام نیست، وان چیز هست، بگید کشور عراق. ولی بذارید قبل از اینکه من پیام ها رو پخش کنم یه چیزی من بگم، این نظر منه، حالا شما ممکنه ناراحت بشید، حتی به من فوش بدید، ولی من نظرمو میگم، سال هاست این کار رو انجام میدم. ببینید دوستان، در ایران بیابی مشکلات فراوانی رو درست کرده، همه ما میدونیم. آخوندا و اونایی که راندخار هستن و بر اساس به اصطلاح زدبندایی که میکنن، آب اینجا رو میفرسن قوم، آب اونجا رو میفرسن اون استان که باباش یه قبری داره و فلان باقی داره، خلاصه اونا رو هم میدونیم. ولی یه چیزی من به شما میگم، نگاه کنید، این آقا خیلی هم قشنگ تار میزنه، آمده با دوستاش نشسته وسط بر بیابون، یه مش دبه یا قوطی پلاستیکی آب خالی گذاشته اونجا، میشینن تار میزنن. بله کار قشنگی هست، بعضی وقتا با هنر شما میتونی گویای هزار حرف ناگفته باشی. حالا یکم گوش کنید. خیلی غمناک، خیلی قشنگ میزنه، ولی بعد یاران دیگرش از راه میرسن. بذارید من اونا رو هم نشون بدم بهتون. دوتا من تا موقعی که داشت تنها میزد نگاه کردم و لذت بردم، اشکی هم تو چشام جمع شد، ولی وقتی دیدم 7-8-10 نفر اومدن، یه دفعه به این فکر افتادم که خب آقا شما نمیتونی با ماشین پیکانت همین دبه هایی که آب هست خالی هست بری از یه شهر دیگه آب ورداری ببری اونجا؟ نمیتونین یه تانک اجاره کنید؟ تانک آب هست تو ایران، یه تانک اجاره کنید ببرید اونجایی که آب کم داره. آقا آخوند که به درد شما دوایی نمیده، خودتونم با این کاراتون روی زخمتون فقط نمک میریزید، بعدم فریاد میزنید آخ چه زخمی. من نمیدونم، شاید من توی آلمان بودم و توی آمریکا زندگی میکنم، روانی شدم، دیوونه شدم. آقا خانم، اینجا مردم نمیشینن منتظر دولت، اینجا مردم خودشون آستین بالا میزنن و کار انجام میدن. به همین خاطر این مملکت از روزی که آمدند و یه سری زمین هایی رو گرفتن، آقا یه شنبه جمع میشدن دور هم،
زنها خوراک درست میکردن، مردا یه دفعه یه خونه ای رو میساختن، حالا همونجا هم دعا میکردن، کلیسا هم همینجوری ساخته شده، خونه ساخته شده، مدرسه ساخته شده. ولی ما نشستیم هی میگیم اینا پول نفت. آقا تو که میگی پول نفت رو میدوزن، اون وقت میری به دزد التماس میکنی پول دزدیده شده رو بیاره بهت بده؟ عجب آدم احمقی من و شما هستی. من و شما منظورم میدونی که کیه، که بیریم به دزد. این آقای نیساری یه چیز قشنگی گذاشته بود، نوشته بود از کی تا حالا یه آدم دزد میاد میشه وکیل مردم مال باخته به وسیله دزد. رضا پهلوی رو میگفت در صورت اینم از این ماجرا. ببینیم این دوستمون آقای احتشام زاده، من تا اسم رضا پهلوی رو میارم این آقای احتشام زاده حاضر میشه. آقا چطوری، چه حال، چه خبر؟ آلمان به اون عظمتش سیل اومده، 150 نفر کشته، 200 نفر زخمی، بیش از 2000 نفر مفقود. میدونید مفقودم بعد دو سه روز یعنی چی؟ هیچ کم صداش در نمیاد. نمیگم شمام اگه تو ایران سیل اومد صداتون در نیاد، برید پدر آخوندرم در بیاری. اصلا آقای ماسالی من امروز باهاش مصاحبه کردم، گفت هر جا آخوند دیدید بزنید بکشید فلان اینها. که او هم چه خواهد شد وقتی خودش میگه که 1,000,000 آخوند تو ایرانه. خب این 1,000,000 یعنی از هر 80 نفری یه آخونده. آخوندام که هر کدومشون فامیلای اینجوری، خب شما زدی اینو کشتید، پسرش، برادرش، نمیدونم دوستش، خال، نمیدونم چه خواهد شد، من نمیدونم. ولی بریم سراغ پیام آقای اکبری و پیام آقای کردار که هر دو لطف کردن، زحمت کشیدن و ازشون من ممنون و متشکرم. با این دوستان برنامه رو شروع میکنیم. آقای اکبر اکبری، آقای اکبر اکبری، اکبر شیرازی. این شاهین به من میگه آقا شما دو سه بار گفتین اینا یه نفرن، نه اینا دو نفرن. گفتم بابا عکساشون هم نگاه کنی یه نفرن، این از بس هی چیش میکنن چی میگه اینجا میگن تایم آوت، از بس هی حبسش میکنه فیسبوک، مجبور شده دو سه تا اکانت داشته باشه که بتونه به موقع ازش استفاده کنه. بذار ببینم توی اکبر اکبری از پیاماش یا توی اکبر شیرازی. توی اکبر اکبری اینجا نوشتم، توی مسیج های این با هم میشنویم. سلام، یه ساعت رو یکی تلفونو حرف زدم ولی نمیدونم چرا کدوم تلفونو که بیاد برای شما. امروز نشستم و دوکومنتار فیلم رو دیدم، همون فیلم باتلاق وان به اصطلاح، چون حالت دوکومنتار اینا داشت. دوستان دوکومنتار به آلمانی یا دوکومنت به دوکومنتری به انگلیسی و آمریکایی یعنی مستند، ولی این فیلم مستند نبود. ایشون میگه چون حالت مستند داشت تماشا کردی. بفرم. خوشم اومد، نشستم نگاه کردم و اینکه بعد از مدت ها کار کردن با کامپیوتر تازه فهمیدم که آدم میتونه از روی تلفن فیلم بندازه روی تلویزیون نگاه کنه. من تا حالا نمیدونستم. به شرطی که تلویزیونت این کیفیت رو داشته باشه، سمارت تیوی باشه. البته قدیما با دستگاه های مختلف باز ما این کار رو انجام میدادیم، با اون سیمای زرد و سفید و قرمز و یه جورای دیگه. ولی الان شما وقتی مثلا میزنی روی یوتیوب، وقتی میای یه فیلمی نگاه میکنی، مثلا همین رمان راحیل مال آقای شاهین، وقتی میزنی نگاه کنید، من اینو استاپ کنم، این گوشه یه علامت تلویزیونی هست که کنارش موجه، یعنی به وسیله اون، بذارید بزرگترش کنم اینجوری بزرگ میشه، اینه اینجا، نمیدونم میتونید ببینید یا نه، گپی خودمانی. آره یکی از اینا. اولا من بارها تو برنامه گفتم نترسید دوستان، روی صفحه کامپیوترتون، روی تلفنتون، به اصطلاح این چیزایی که هست یک دستی بزنید نگاه کنید ببینید برای چیه، از دیگران بپرسید اگر میترسید. بچه ها معمولا خیلی زودتر از ما یاد میگیرن و این چیزی که ایشون میگه درست میگه. الان چند سالی هست که شما اگر تلفن تلویزیونت سمارت تلویزیون باشه
و تلفن‌ها هم که دیگه همه‌شون با هم همه پیش رفتن، وقتی یه فیلمی داری نگاه می‌کنی میزنی میتونی این بره بس پروژکتور از اون پخش کنه. البته یادتون باشه هر جا رفتید شما نمیتونید این کار کنید، و اگه اینجوری بود یه رستوران یه نفر که میرم مینشست 50 نفر میخواستن فیلم های خودشونو پخش کنن، اونم باید قبول کنه. وقتی شما میزنید اونم باید قبول کنه که تلفن سوربی میخواد وصل بشه، تلفن اکبری میخواد وصل بشه، یا جزء یک نتورک باشین، روی یک اینترنت باشین. در صورت خیلی خوشحالم که شما اینو یاد گرفتید، بیشتر خوشحالم که خجالت نکشیدید. با افتخار میگی من بالاخره بعد این مدت یاد گرفتم. دوستان سعی کنید هر روز یه چیزی یاد بگیرید، چون روزی که چیزی یاد نگیریم اون روز روز مرگمون هست. حتی اگر راه بریم و این ورور تکون بخوریم ما مرده های متحرک هستیم، ولی تا روزی که چیزی یاد بگیریم نمردیم. بشنویم آقای اکبری رو. نشستم تا آخرش نگاه کردم، اتفاقا این فیلم حالت پروپاگاندا داشت که میخواست مشکلات پناهندار یه طوری نشون بده. من خودم چون به عنوان دانشجو اومدم آلمان، یه دقیقه بیشتر ضبط نمیکنه. من چون خودم به عنوان دانشجو اومدم ولی باریکلا ببین چه قشنگ آخر اون صحبتشو دوباره اینجا میگه که یکی نگه سوربی حرف اکبری رو سانسور کرد، یا اصلا خودشم بفهمه تا کجا گفته. دمت گرم آقای اکبری، ممنونم. آلمان از اوضاع پناهنده و همچی اطلاعی نداشتم، ولی اواخر دهه 80 و دهه 90 بود که به خواهشی که از دوستان که سیاسی بود میرفتم بعض وقتا اداره پناهنده ها، و برای کسانی که از به خصوص از کردستان اومده بودن ترجمه میکردم برایشون، چون زبانم خوب بود. شناخت من از پناهنده ها سر همین ترجمه شروع شد. منظور من آدم های سیاسی و کسایی که جونشون واقعا تو خطر بود نیست، ولی درصد خیلی بالایی از اونا حرفا و دلایلشون الکی بود. فقط خطر را به جون خریده بودن که بیان اروپا. اون زمان که ما اومدیم، من اومدم آلمان لااقل، از شیراز با طیاره اردنمون تا تهران، با تهران با ماشین بردنمون هتل همان. هنوز مثل خانم فرح پهلوی میگه طیاره. تهرانم با ماشین بردنمون هتل همان، شام بهمون دادن، یادم من اون شب همش میگو میخوردم تو رستوران، صبحم صبحونه بهمون دادن، بعد سوار ماشینمون کردن دوباره بردنمون فرودگاه مهرآباد که بدون ویزا اومدیم آلمان. اینو میخواستم بگم با وجود این که تو شیراز انستیتوته رفته بودم، یه مقداری هم آلمانی بلد بودم، ولی تو زمانی که اینجا پا بگیرم و جا بیفتم واقعا بابام پیش چیشم اومد. حالا شما حساب کنید طرف بلند میشه میاد وان ترکیه و 10-13 سال میمونه تا یه راهی به اروپا پیدا کنه، واقعا خدا به فریادشون برسه. من براشون تأسف خوردم. بله ممنونم آقای اکبری عزیز. اجازه بدید بریم، شما اگه خواستید برید فیلم باطلاق وان رو ببینید، ایشون میگه که حالت پروپاگاندا داره. به نظر منم همین اومد که این حالا یا توسط دولت یا یه پولی دولت داده. دوستان از خودتون سوال کنید این فیلمسازها توی ایران از کجا پول میارن؟ یعنی اگه پول خرج میکنن فیلم میسازن بعدن چجوری پول برمیگرده؟ آمریکا با این عظمتش الان صنعت فیلمسازی به بنبست خورده رسیده، مثلا این کووید که آمد. حالا ایران که قبل از این کفگیر یا اسون به ته دیگ خورده بود، میگه طرف میره بلیتای خودش رو میخره که میگه که مثلا من اینقدر بلیت فروخته شده مردم رفتن دیدن. خب حالا مردم رو کلک زدی گول زدی، خودت چیکار میکنی؟ دوباره میری پول میدی فیلم میسازی؟ اون وقت چه فیلمای لوس و نونوری هنرپیشه ها، من نمیدونم چرا اینقدر. والا بعض وقتا فکر کنم اگه من هنرپیشه شده بودم بهتر از اینا بازی میکردم. چقدر مصنوعی بازی میکنن، چقدر لوس. این آقای امین حیاییه حیاتیه، حالا چقدر هم ادعا دارن. وای 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 وای.
بگذاریم بریم سراغ آقای کردار که من از ایشون خواهش کرده بودم پیام بذارن، ایشون هم لطف کرده پیام گذاشته، با هم بشنویم. دلیلش هم اینه که این بنده خدا هم مثل من دنبال کار و کاسبی و به اصطلاح درآمد برای زندگیشه و بیشتر وقتا داره رانندگی میکنه از این شهر به اون شهر. همین که وقت میذاره، همین دو سه دقیقه برای ما پیام میذاره، من به نوبه خودم از ایشون ممنون و متشکرم. بشنویم ایشون رو با هم و نظر شما چیه؟ درود بر شما جناب سوهی، مسعود کردار هستم از ونکوور کانادا. میخواستم خدمتتون عرض کنم از این مردم باید بپرسیم در ایران 1400 سال پیش به خاطر مسئله شخصی دولافر و گرفتن قدرت در یه ایالتی دیگه امام حسین و یارانشون کشته شدن، ولی همیشه تو 1400 سال این آخوندها و مسلمون صحبت این میکردن که او برای آب کشته شد، یزید آب رو به رو اونا بست و مردم باید همیشه مدیون امام حسین باشن. به 1400 سال همیشه به خاطر امام حسین و مسئله آب رو سر ما زدن. امروز یک استان بزرگی مثل خوزستان از بیابی دارن حلاک میشن، مردم رو میکشن. این برادران مسلمان ما در داخل ایران از خودشون باید بپرسن. امروز هزاران امام حسین در زمان حال خودشون، هموطنان خودشون، اینا عربای ایرانی هستن، چرا برای ملت خودمون به پا نمیخیزن؟ چرا هموطنان دیگر ما در شهرهای بزرگ به اینا نمیپیوندن؟ از خودمون شرم کنیم. شما تهرانیایی که هنوز هیچ کاری نکردید، شما اصفهانی ها، شما مشهدی ها، شما شیرازی ها، چرا هیچ کاری نمی کنید؟ برای یه امام حسین 1400 سال تو سرتون زدید، هر روز هم می زنید، اما برای این همه هموطنان همشهری و همکیش خودتون به پا نمی خیزید؟ چرا قصه اونا رو نمی خورید؟ توی این وسط گرما از بیابی تشنگی دارن می سوزن، تازه گوله هم نثارشون می کنن. از خودمون شرم بکنید، واقعا از خودمون شرم بکنید. ما چقدر بیچاره این که در خارج از کشوریم، هیچ غلطی نمیتونیم برای این هموطنان رو بکنیم. زنده باد خوزستانی ها، زنده باد عربای باشرف ایرانی. این در شما جناب سوهی، امیدوارم این یتیکه رو پخش کنیم. خیلی ممنون، روزتون خوش. قربان، ما همش رو پخش کردیم، ممنونم از شما. این داستان امام حسین و صحرای کربلا و جنگ فامیلی، مثل این که ما اصلا عادت داریم تو جنگای فامیلی و دعوای فامیلی بریم فضولی کنیم. یادم سالها پیش یه نفر به من گفت که آقای سوربی، مثلا این پسر من خیلی حرف شما رو گوش میکنه، بیا یه حرفی چیزی بزن. گفتم نه 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 نه، بعدا شما دوتا با هم دوست میشین، دوتاتون با من دشمن، چون اگه حقیقت رو هر طرفی حقیقت بگم یه طرف دلخور میشه. این یه ماجرا. دلیلش هم اینه که دعوای اسرائیل و فلسطین، دو تا پسرمو هم پسر چه نمیدونم هرچی، ما فضولی میکنیم. چند هزار سال هم هست، اونا که دیگه برمیگرده به نمیدونم خدا میدونه حضرت ابراهیم و اسرائیل چی بوده، اصلا اسماعیل و فلان. از اون ور این دعوای امام حسین و شمر و یزید و اینها هم باز ما همون فضولی ها و دخالت ها. ولی این داستان های مزخرفی که گفتن و رفت بدون دست مشک آب کرد و بازم بهش زدن و انقدر نیزه زدن، من یه دفعه تو راه مدرسه وایسادم، این پرده این معرکه گیرا رو نگاه کردم، دیدم یه مشکی که قد یه گوسفند کوچولو بود، میدونی پای پوست گوسفندا رو چیز میکردن، بعد میبستن، این چهار تا دست پا داشت و اون سوراخ دیگه شو گردنش اینا رو آب میکردن و اینا، این مشک بهش میگفتن. این مشک که برای دوغم وقتی میزدن میشد کره و فلان، نه از اون استفاده میکرد. بعد دیدم مثلا 20 تیر کمان زدن به این و هنوزم داره آب میریزه. گفتم آخه این نقاشه الاغ تشریف داشته، بعدم این همه زدن هنوز این مشکه حالت پر باد یا پر آب داشت. در صورت که شما یه تیر که بزنی این فیستش در میره و خالی میشه. حالا این ماجرای فیسش در میره، این آقای شاهین خان غلام رضایی را افتاد الحمدلله و براش نوشتم کار نیکو کردن از پر کردن است.
نه پر کردن شکم، بلکه بیشتر اون کار رو انجام دادن و الان خیلی برنامه‌اش جالب‌تر شده از لحاظ تولید. مطمئنم که سریع‌تر هم انجام میده، چون سریع‌تر هم می‌فرسه، ما هم سریع‌تر می‌ذاریم. تا برسه به دست من می‌ذارم روی پلیلیست مردم تیوی. درباره پلیلیست مردم تیوی براش یه عکسی فرستادم که آقا به ترتیب اینا پخش میشه. مثلا الان داریم آذربایجان، آقای ارشاد، آوا، سوربی و آقا شاهین، این 5 تا برنامه پخش میشه. تویچ، اون سیستمی که ما روی مردم تیوی دات کام میذاریم، به ما اجازه نمیده برگردونیم. یوتیوب اجازه میداد. شاید من به همین خاطر که یعنی یه وی سی آر 12 ساعته میذاره به ما، برای ما، شاید این کار انجام بدم. اینجوری اگر مثلا آقای ارشاد اومد دید برنامهش نیست، این ماوس رو میگیره میبره این بر، بهش میگن تایم لاین، یعنی خط زمان، خط زمانی رو، این پیکان رو میگیره میبره این ور، میبینه آقا قبل از این برنامه آوا بوده، حالا سوربی هست، بعدش ارشاده، بعدش آقای شاهینی. این رو سعی میکنم درستش کنم. ولی یه چیز دیگه میخواستم بگم راجب شاهین. اولا این راجب امام حسین و یزید، تا اونجایی که ما میدونیم، فکر کنم اگر اشتباه نکنم، اصلا این کلمه بین و نهرین، یعنی بین درودخانه، منظور دجله و فرات و اینها بوده که همونجا بوده. این ماجرای بی آبی و نمیدونم این شمر و شمایلی که درست کردن، اینها دروغ محض بوده و اینها فامیل بودن. اصلا گویا تمام این اختلافات هم سر ماجرای یک زن بوده. امان از دست این زنها، امان از دست این زنها. گفت که چرا همش میگن مردانه، هیچ وقت نمیگن زنانه؟ گفتم برای که زنها، خانمها، بانوان از همون روز اول زرنگ بودن، خودشونو تو این کارا اصلا وارد نکردن، گذاشتن قشنگ یه انسان با افتخار اون کنار برای خودشون باشه. دوستان، من همین الان از همین دو سه نفری که اینجا هستن، چون الان دیگه المپیک هم شروع شده، ما همون 7 نفر بینندمون هم 5 تاش رفته المپیک نگاه کنه، یکیش هم که سعید بوده قهر کرده، حالا لابد بعدن یواشکی نگاه میکنه، که اگه این کار رو کنه خیلی نامردیه، ما باز دوباره میگیم نامردی، نمیگیم ناانسانیه. همین یه دوتایی که موندید، خب ویدیوهای ما رو روی صفحاتون بذارید، حالا دوتا فوش هم بهتون بدن. شما که همچین فوش نخورده نیستید که. بهتون گفتم یه دفعه سالها پیش من توی برنامه یه کلمه ای رو گفته بودم، یه نفر همون موقع زنگ زده بود، گوشی رو تا آخر برنامه نگه داشت که من از استودیو که اومدم بیرون، داور گفت آقا این مردی که منو دیوونه کرده. گفته من پای تلفن وای میسم. گفتم آقا شمارت رو بده ما بهت زنگ میزنیم. گفته نه من وای میسم، این خیلی واجبه. گفتیم آقا ما حالا 2 ساعت برنامه داشتیم، یه چایی بخوریم، یه آبجو بخوریم، یه دستشویی بریم. گفت آقا تو رو خدا بی با این صحبت کن. گوشی رو گرفتیم گفتیم بفرما. گفت آقا سوری، من تا امروز برای شما خیلی احترام قائل بودم. گفتم خب حالا دیگه احترام قائل نیستی، من چیکار کنم؟ از امشب دیگه باید با پای برهنه بخوابم. حالا چی شده شما اینقدر توپت پره؟ گفت شما امروز یه چیزی گفتی. خب من زن و بچه‌ام اینجا نشسته. گفتم چی گفتم؟ من فکر نمی‌کنم کلمه بدی گفته باشم. گفت شما گفتی کلمه احمق. گفتم این بچه شما چند سالشه؟ گفت 16 سالشه. گفتم کلمه احمق رو تا حالا شنیده یا نه؟ اگه شنیده پس شما گفتی، خانمت گفته، فامیلتون گفتن، انقدر احمق دیگران بهش گفتن. و اگه نشنیده، واقعا شما خانواده احمقی هستید، برید یادش بدید که اگه یه جایی بهش یه چیزی گفتن نگه خوبه تشکر کنه. گوشی رو قطع کردم. به داورم گفتم آقا دیگه از این آدمای دیوانه برای ما نذار. حالا برای دوستانم، چون یادم میاد بعضی از اینا دوستان میگن آقا وقتی ما میذاریم میان فوشمون میدن. آقا من مطمئنم شما اگه حتی بنویسی امروز روز خوبیه، 4 نفر میان پیدا میشن بهت فوش میدن. ببینید چی میگه. میگه شاهین کاراش واقعا جالبه، چون برنامه های خودش رو خیلی خودمونی باریکلا عرضه میکنه. همین گپی خودمونی، یکم بیحاله، قبول دارید؟ من همش فکر میکنم شیرازیه، ولی اینا خوزستانی هستن. یه کمی باید انرژیشو زیاد کنه. پسر عمو بودن. آها خب اون یزید و نمیدونم امام حسین یا شم، حالا این شم کی بوده، یزید کی بوده، اصلا به ما چه؟ نمیدونم اون ابراهیم و اسماعیل و نمیدونم اینا هم باز دوباره ما شدیم مدل عموم میگفتن، یعنی مدعی عموم، هم دادستان. آقا به تو چه؟
من بعضی از این طرفداران رضا پنبل، رضا پهلوی، رضا پولوی وقتی میاد میگه آقا اینجوری، میگم مگه خودش علیله؟ یادتونه اولا شایعه بود که این نمیتونه حرف بزنه، میگفتن بچه شاه گنگه، لکنت زبان داره، حالا تنها چیزی که بلده تو زندگیش حرف زدنه، چون احتیاج به کار که نداره که. بعد بهش میگم آقا شما وکیلش هستی؟ میگه نه من طرفدارشم. میگم طرفدار برو دنبال اون، چرا حرفای منو گوش میدی؟ برو حرف اونو گوش بزن، اگه طرفدارشی برو هر کاری اون میگه انجام بده. راستی چه کاری تا حالا گفته انجام بدید؟ اولیش نافرمانی مدنی بود، دومیش نمیدونم باد دموکراسی بود تو شکمتون جمع میشه بعد از خوردن دیزی و لوبیا پلو و این چیزا، باد دموکراسی رو رها کنید. امروز دیدم یکی نوشته فردا شنبه در تمام میدانهای شهر. آقا اینا هنوز نفهمیده تظاهرات یعنی مردم همه بیان یه جا. اگه قرار باشه 4 نفر برن فلکه شهرداری، 3 نفر برن فلکه مصدق، 2 نفر برن فلکه خاتون، این که نشد تظاهرات. تظاهرات میگن همه، یعنی اونایی که با این حرف من موافقن بیان 4 زن میخوایم بریم سینما و ببین چه خبر میشه. مثلا اگه بگی بلیت مجانی میدم، دوستان ایرانی مفتخور مثل خود من اگه گفتن نو بیا 7 صبح میره اونجا، بعدم میبینه آقا گفتن 9 شب بیا نه 9 صبح، 2 ساعت که هیچی، 14 ساعت زودتر رفته. خب اکثر ببینم اگه بتونم بهتون نشون بدم، من نمیدونم این سیستم جدیدی که ما گذاشتیم اکثر که میذاریم اینجا یه جور کج و موجی نشون میده. حالا این یکی به خیر گذشت، خوب نشون داد. بذار من براتون پلیر 3 رو شاهین، این پروگرامیه که بهت گفته بودم در رابطه با وید بلاستر، مجانی میتونی ورداری از اونجا باهاش کار کنی از رو خود vidblaster.com، ولی اگه خواستی من چند سال پیش وقت شروع کردم من نماینده فروش اینا توی این منطقه آمریکا بودم، چون یکی دیگه هم بود تو اوهایو و با نرخ خیلی خوبی میتونم با دوستان کار کنم. اگرم با اون برنامه‌های دیگه به اصطلاح تونستی راش بندازی و کارت انجام بدی، اون سیستمی که کار میکنی به نظر من خوبه. فقط عکسا رو اگه بتونی بذاری اون پشتی که داری گرین اسکرین میکنی و اینها، یا تو اون صفحه‌هایی که مثل تلویزیون هست بهتر میشه. مثلا این الان یه چیز دیگه داره، بذار من برات یک مودجول به قول معروف باز کنم ببینم پی آی پی میتونم بیارم تو این، نمیدونم حالا باید چی بهش میگن، مانیتور که نیست، کامرام که نیست، افکت، یه افکت بیارم اینجا بذارم، بعد یه دونه پی آی پی، بله پی آی پی بگم، یکیش افکت یک باشه که منم الان نگاه کنید این روی صورت خودم سیاه گذاشتم، بذارید بهتون نشون بدم. افکت 10 اینو الان اضافه کردم، ببین اینو میتونم بیارم این کنار، هر قدم بخوام میتونم بزرگ کوچیکش کنم، میبینی بستگی به اون عکسی که داره. همین عکسی رو که الان به شما نشون میدم پلیر 3 رو بذارم اینجا، باورت میشه به این آسونی شما بتونی این کارا رو انجام بدی؟ این تیک تیک ساعت چی میگن ماوس ما هم ببینید، بعدم میتونی بزرگش کنی، حتی بیا همه صفحه رو بپوشون، یا پیکچر این پیکچر مثل تلویزیون ها که چیز میکردی، میبینی دیگه این گوشه هست. بله خب نوشته دوم مرداد، شنبه دوم مرداد قیام میلیونی مردم در همه شهرها برای حمایت از هموطنان خوزستان، ساعت شروع 18 بعد از ظهر. دیگه وقتی میگن 18 قرار نیست بعد از ظهر بگی، ساعت 24 ساعتی که میگی دیگه 18 و 24 و 19 و اینا که نمیشه، بعد از صبح باشه، بعد از ظهر. مکان میادین مرکز شهر، میادین مرکز شهر، مرکز شهر شیراز حالا کجاست؟ یه زمانی شهرداری بود بعد فلکه ستاد شد، الان کجاست؟ کیا میدونن کجاست؟ چرا اسم نمیبرید؟ بنویسید جلو فرمانداری ها، جلو استانداری ها، جلو نمیدونم دادگستری ها. این یک فراخوان مردمی است، این دیگه خیلی عالی بود، این یک فراخوان مردمی است. خب حالا ببینیم این فراخوان مردمی میلیونی فردا چند نفر میرن. بعدم نوشته بود بالاش، حالا با فارسی نوشته بود دیگه این آخرین تیر است،
والا اینقدر شما تیر زدین به این آخوندا و اینا جون سالم به در بردن، من یه مدت فکر میکردم اینا گربه هستن، 9 تا جون دارن، الان دیگه فکر میکنم روین تنن، اصلا دیگه هر چی شما تیر بزنی، آقا این تیرتو غلاف کن، بلند شد دوتا بشکه آب ببر برای فامیلتون تو خوزستان. مثل این هنرمندا اومدن توی چقدرم خرج پروداکشن وقت انجام دادن، یه مشتی اومدن نشستن با تار، اولا شما تار رو تو هوای بیرون که میبری فوری، مخصوصا اگه خوزستان باشه که شهرجی باشه، اون پوسش اینجوری میشه، صدایی که میزنی یک داپ داپی میکنه که نگو و نپرس. در هر صورت نمیدونم، من نمیدونم کجا رو دست بذاریم که آباد باشه. خب شاهینم مینسه عالیه، چی عالیه؟ من فرستادم، چی فرستادی؟ آقا این تلگرافی حرف زدن رو مخصوصا در برنامه زنده، حالا خودت انشالله بعد شروع میکنی میبینی، برنامه زنده با همه زنده بودنش تا به دست شما میرسه نیمه جانه، چند ثانیه اینجا تأخیر داره، چند ثانیه اونجا تأخیر داره، بعضیا برای که تلفنشون باز باشه فوش و اینا پخش نشن دیلی میذارن، یه دستگاهی میذارن که 5 ثانیه 10 ثانیه دیلی داره، بعد یکی هم مثل من که یه پیرمردی نشسته اینجا 3 تا 4 تا مانیتور، همش هم حواسش به اینه که برق نره، اینترنتش قطع نشه، دوربینش نسوزه، میکروفونش خراب نشه، یادش میره اونجا رو نگاه کنه، بعد از 2-3 دقیقه که درباره یه چیزی صحبت کرده و تموم شده و رفته، شما میگی عالیه. چی عالیه؟ صدا عالیه، تصویر عالیه، این کراواتا عالیه. والا رفتم گشتم نازکترینشو پیدا کردم، یکم هم میخواستم اینجوری از ترس تو منگنه بهش بزنم که خیلی پیدا نباشه. خب بلایی هستی که نگو و نپرس. اینجا نوشتم دوستان قیمه با قافه یا با قینه؟ خورشت قیمه که میخوای بنویسی با قافه یا با قینه؟ اتفاقا یه جوکی هم میگن، میگن طرف رفته بود یه جایی، دوستش بهش گفت بیا آقا بریم اینجا مجلس نمیدونم شهادت امام حسینه، رفتن وقتی اومد بیرون گفت آقا خوب بود ولی اینا چرا قیمه میدن؟ گفت برای که یزید امام حسین قیمه قیمه کرده بود. گفت آقا کاش که کبابش کرده بود، یعنی به ما هم کباب میداده. حالا این قیمه با قافه یا با قینه، این برمیگرده به یک جوکی که میگن یه نفر از مادرش پرسید قیمه با قافه یا با قینه، مادرش گفت که من میدونم با لپه است و با گوشت. این میگن فرق اونه که میره دنبال درس و تحصیل و فرق اونه که عملگرا هست. دختره حالا فکر اینه که این قیمه با قافه یا با قینه، مادره چون عملگرا هست میگه با لپه و با گوش درست میکنن. اینم این ماجرا. و اما آقای حسن ارشاد بعد از برنامه من، برنامه شماره 393 خودش رو فرستاده، ممنونم از ایشون و ما هم پخش میکنیم. شما هم میتونید به همین سادگی برنامه بسازید یا برنامه دیگران رو اگه دوست دارید لینکش رو بفرستید ما براتون پخش کنیم. اونی که گفتم راجع به قیمه با قاف یا با قین، به این نوشته‌ای که حالا اگه بتونم نشونشم میدم، میگه که به مدرک و نام دکترا اکتفا نکنید. یه آقایی توضیح میده که ما میخواستیم برای یه شرکتی که البته اونم حالا داره پوز میده که چند تا شرکت داره و اینا، میخواستیم یه نفر رو استخدام کنیم و چون ایرانی هم همه کار رو میخوان مثل شاه، همه کار رو میخوان مثل خمینی، همه کار رو میخوان مثل خامنه‌ای خودشون انجام بدن، گویا HR یا Human Resource چی میگن اینا هم خودش بوده، استخدام رو هم خودش انجام میداده، طرفی که این همه شرکت داره. میگه روز استخدام یا آقای دکتری اومد از دانشگاه تهران، اینقدر مدارک و فلان اینها، ولی هر کاری ما گفتیم بلد نبود. بعد میگه گفتیم خب به شما خبر میدیم. بعد یه آقای مهندسی اومد که لیسانس داشت، همه کارا رو بلد بود، برای شرکت زیمنز کار کرده بود، برای شرکت آمریکایی کار کرده بود، انگلیسیش خوب بود، آلمانیش مثل اکبری خوب بود. بعد میگه که هرچی هم ما 4 برابر اونم بهش حقوق دادیم، نیومد اینجا کار کنه. خواستم بگم عجب شرکتی تو درست کردی که انقدر حقوقت کمه، اون دکتره رو که استخدام نکردی، این یکی هم میگی 4 برابر اون بهش دادیم نیومد اینجا کار کنه، معلومه چقدر کم میدی. این بود که
تعریف میکنه عملگرا مدرکگرا نباشید، به اصطلاح دنبال عملگرا باشید. من یه نصیحت دیگه میکنم، هم آقای اکبری هم شاهین دوتاشون نوشتن قیمه با قین با قافه، با قاف قاف دو نقطه. حالا ما چرا تو فارسی دو تا قاف داریم، سه تا چهار تا ز داریم؟ آقا ولمون کنیم و میشیم 32 تا حرف، تازه ا او هم نداریم. اگه بخوام ا او رم بذاریم بعد ان ان اونم بذاریم میشه 6 تا و 32 تا 38 تا. هنوزم یه اسمی رو که می‌نویسیم بلد نیستیم بخونیم، حتی خود ایرانی ها مشکل داریم، خلاصه اشکال داره. دیروز بود پتیک نوشته بود آقا من تا چند سال پیش فکر میکردم ما فرهنگ یا ادبیات بسیار غنی داریم، حالا هر روز که انگلیسی بیشتر یاد میگیریم میبینیم نه بابا اینا هم، گفتم بابا اینا شکسپیر دارن کیو دارن، اینجوری هم نیستن، این بدبخت ها هم یتیم نیستن. به مدرک و نام دکترا اکتفا نکنیم. ویدیو در لینکدین هست، بذارید ببینم اگه بتونم پیداش کنم. من دیروز باز فرصتی پیش اومد که با آقای خسرو بهرامی صحبت کنم، از ایشون ممنون و متشکرم. ایشون باز میگفت که چند تا پیام گذاشته به دست من نرسیده. دوستان باور کنید من اگر حتی یکی پیام بذاره بخوام بهش زنگ نزنم، زنگ میزنم یا با تکسی چیزی تشکر میکنم میگم وقت ندارم با شما صحبت کنم، یا اگر اینقدر سرم شلوغ بشه روی پیامگیر یه پیام میذارم میگم دوستان پیام نذارید، من پیام ها رو چک نمی کنم، کنترل نمی کنم. ولی هنوز به اون حد نرسیدم، ما همش 7 تا بیننده داریم، اوکی. ولی این که یکی زنگ میزنه میره رو واتساپ، یکی میره رو تلگرام، یکی میره رو چند تا از این برنامه های کوفتی داریم که هم اون نمیدونه به کجا زنگ زده، هم من نمیدونم کجا رفته، هم نمیدونیم چجوری گوش بدیم، هم نمیدونیم چجوری پیداش کنیم. ولی یک چند تا ویدیوی خیلی خوب از آقای دکتر عباس علاقه‌بندیان به دست من رسیده که هفته آینده مصاحبه ای هم با ایشون دارم و این ویدیوها رو من توی ویکند آماده میکنم براتون میذارم، به نظر من خیلی جالبه. بالاخره یه نفر آمده صحبت میکنه چگونه ما از دست فقر نجات پیدا کنیم به جای همه این. یه نفر دوست ما نوشته بود نمیدونم این اون، بعد براش نوشتم خب چه باید کرد، بعد دوباره توضیح داد باید یک دوره، گفتم آقا دولت گراز که ما 100 تاشو اینجا داریم، اصلا دیگه باغوش میشه باشون درست کنی. این که نشد جواب که ما چی کار باید بکنیم تا روزی که یه انسان، حالا نمیگیم یه مرد، پیدا نشه بگه من میرم ایران. میدونید این جنبش حقا تا که خیلی ها بهش امید داشتن، برای که اومد واقعا حرف زد گفت من میخوام برم ایران، فولادون گفت من میخوام برم ایران. ولی اونای دیگه که من میرم اینجا هواتو دارم، بهتون گفتم یه محسن لایق همکلاسی ما بود و این همیشه سیبیلش هم اینجوری، اون موقع هممون اینجوری سیبیل گذاشته بودیم، دست میکشید به سیبیلش میگفت که هواتو دارم، یا به شوخی میگفت دنبال کارتم. آقا یعنی هیچی، یعنی اصلا حرفی برای گفتن نداره. یکی از دوستای قدیمیم هم محلیامو که ایشون رشته ساختمان بود، من رشته برق بودم، آقای حسین ساختمان، فامیلیش هم ساختمانه، برای من چند مدت پیش یه چیزی فرستاده بود، من نوشتم مرسی، بعد نوشت همین مرسی، نوشتم کاکو جون دوست داری برات قصه حسین کرد شبستری رو بنویسم اینجا علکی. صحبت از شبستری شد، این دوست ما آقای فرزاد شبستری یادتونه حدود 2 سال اینجا برنامه داشت و من یادم اولین باری که با آقای فرزاد شبستری صحبت کردم گفتم شما اهل شبستر هستی، کجاست این فامیلت، از کجا اومده؟ خندید گفت نه آقا، پدر بزرگ من داشته کتاب حسین کرد شبستری میخونده، اون مأمور ثبت احوال اومده گفته فامیلت تو چی بذاریم، گفته این بذار، اونم گذاشته شبستری. فکر کنم هنوزم شوخی میکنه. ولی یه خبر بد میخوام بگم که من خودم به دعا باور ندارم، به امید باور دارم، آدم امیدوار باشه، مثلا ما الان امیدواریم حال آقای دکتر شاهین نوری خوب بشه، ولی من بشینم دعا کنم براش، من دعا کنم به خدا، یعنی خدا دیوانه بوده، خدا مرض روانی داشته، اینو مریض کرده که من بیام زامنش بشم دعا کنم خوب بشه؟ پس فرض رو بر این بذاریم، نه خدایی، نه کشکی، نه پشمی،
حالا خودمون امیدوار باشیم ایشون خوب باشه با کمک دوستانی که میرن اون استم سل یا پلازمای خون رو میدن و ایشون هم ممکنه شانس ببرید. بله آقای غلامرضایی میگه میتونی من رو به عنوان شاهد در دادگاه‌های بین المللی بیاری، شما همیشه جواب میدین، من شاهدم. اتفاقا نوشته بود که شما خواب نداری، شب مینویسم جواب میدی، صبح زود مینویسم جواب میدی. بهش گفتم پدر من 76 سالگی فوت شد و از حقیقتا از کم خوابی. دلیلش هم اینه، این دکتر سپانی به من به شوخی من گفت سوربی اگه خوب نخوابی، خوب استراحت نکنی، تا مثل بابات زود میمیری و باید بری اون دنیا بخوابی. دوستان سعی کنید مثل بانک که اگه پول میذارین نذارین توش، هی برداشت کنین، میان دنبالتون، خونه و ماشین زندگیتون هم میگیرن، این خواب و استراحت و اینها رو هم یه جوری تعدیل کنید، بالانسش کنید، تعادلش رو برقرار کنید. در صورت مرسی. تقصیر عربا شده زبانمان به هم ریخته. نه 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 آقا نکنی کارا تو رو خودم. آقا عربه تا زبانش از من و شما بهتره. اون یه ا ا اوی گذاشته. من آقا با یه فامیلمون دو سه روز پیش صحبت میکردم، گفتم خب مثل فیلمای ایرانی فعلا. گفت فعلا یعنی چی؟ گفتم حالا دیگه ما ایرانی ها میخوایم از این ور نیفتیم، عقب عقب میخوایم بریم از اون پشت بر بیفتیم. برای که نگن خداحافظ میگن فعلا، یعنی تا بعد یا به امید دیدار. بعد گفت به اینا بگو خیلی احمقین، اتفاقا خداحافظ یه چیز زرتشتیه و ما وقتی میگیم خداحافظ عربا ناراحت میشن. گفتم آقا وایس، من فکر کردم با اونا مشکل دارم، حالا با تا هم مشکل پیدا کردم. یعنی من و شما اگه توی رستورانی باشیم، نهار خورده باشیم، من به شما بگم خداحافظ، دو تا عرب نشسته باشن سر این میز، میگه هی یا اخی یا خلن جمن، چرا گفتی یا خداحافظ، بگو شکرن مسلام. گفتم آقا نکنید این کارو با خودتون، نکنید این کارو با زبانتون. میگم که این آقای امید امیدوار چندین سال پیش، ایشون با داداش من کاراتو کار میکرده سالها پیش، چندین سال پیش گفت آقا تام شروع کن بگو نمیدونم درود ورود، درود خروج، بدرود. گفتم آقا من نمیتونم، منم مثل آقای خورسندی، هادی خورسندی، تنبلم، حوصله عوض شدن ندارم. بعد گفت که یه ساعتی نشستیم نهاری خوردیم، ما زعفران کباب باز بود، نهاری خوردیم، خواستم بیام، گفت آقا سلام داداشتم برسون. برگشتم گفتم اتفاقا این ماجرا برای هادی خورسندی تو تگزاس اتفاق افتاده، یه نفر اومده بهش گفته آقا هر چی میگی درست میگی، ولی این سلام که میگی من ناراحت میشم. هادی خورسندی هم با اون حال و اوضاع خودش، شوخی خودش، اینجوری سرش هم پایینه، گفته خب چی بگم، گفته بگو درود، گفته چشم میگم، حالا تلاش میکنه. گفت آقا بعد که چیز شد، گفت حالا شما سلام داداشتم برسون. آقا ول کنید مردم راحت باشن، ول کنید این زبان پویا باشه. برفرض که 7000 کلمه ما از فرانسوی‌ها گرفته باشیم، چه بهتر. برفرض که چند هزار کلمه از روس گرفته باشیم، چند هزار کلمه. الان انگلیسی تو ایران بهتر از ما حرف میزنه، کلماتی که استفاده میکنن بیشتر از ما. آقا ما قبل از عربا چه زبانی صحبت میکردیم که عربا اومدن ا اوش برداشتن، که مثلا حالا ما مینویسیم تمبر ولی میخونیم تمبر پستی. خب برید تحقیق کنید. شما یه روز آقا شاهین بیا با من مناظره کنیم، چون من بارها گفتم دوستان این که میگه بسی رنج بردم در این سال 30 عجم زنده کردم بدین پارسی، این یکی از دوستان خوب من برای من توضیح داد، گفت اصلا منظورش عربا نیست، منظورش ترکا هستن. بعدم شما به من بگو ببینم، من و آقای اکبری چند سال بریم قبل فامیلامون میشن دوره فردوسی یا یکم قبل از فردوسی، و بعد من میخوام ببینم ماها شروع کرده بودیم عربی صحبت میکردیم، 200-300 سال عربا اومدن اونجا، ما همه عربی صحبت میکردیم، انا دیکو منن هندی جمعهلو شمتون ولقدی، یادتون اون شعره انا سباهو فلبیتی لعنی حسن الصوتی، آقای آسمانی خدا بیاموز. خب بعد چی شد؟ توی توس یه آقایی، یه پادشاهی بهش پول داد، گفت شما بشین مزخرفایی که دیگران گفتن جمع کن. اینم نشست، اونایی که در وصف شاه و اینا بود گفت، اینا کتاب کردن و بردن داد، اونم پولشو نخورد و اینم دغمرگ شد و مرد و بماند. اگه داستانشو نمیدونید برید بخونید، چه برای اون محمود غزنوی بود، کی بود سر این چیز آورده، سر فردوسی آورده، اصلا مهم نیست. ولی میخوام حالا ببینم چی شد.
یه نسخه ایشون نوشت برد دربار، شاه هم پولش نداد. این راجع به پول ندادن برنامه های محمود قربانی رو نگاه کنید، دیدم آقا این نه فقط پول منو نداده. حالا سعید میگه خب اینم به لیست اون زاکری و ضیا و نمیدونم کسای دیگه این یادشه، من یادم نیست، اضافه شد. بله آقا، خب نمیدن، وقتی پول نمیدن بگم پول دادن، ندادن. همین آقای قربانی یه دفعه با من تماس گرفت، آقا من میخوام یه چیز بذارم، یک مسابقه بذارم فلان و اینها، شما مایی چند میگیری؟ گفتم 150 دلار، آگهیتو بفرست من پخش کنم. گفت 150 دلار چیه؟ همین کارا رو میکنی مشتری نداری؟ من برای شما 500 دلار میفرستم. گفتم خدا پدر مادر قرمسا خودم بیامرز. نفرستاد آقا، 4 ماه برنامهش گذاشت نفرستاد. خب وقتی نمیده بگم داده، حالا این پول ندادن بگذاریم. فقط چند تا از حروف ما در زبانشان نبود که به مرور زمان عوض شده، مثل پیج آقای اکبری. بله هنوزم به پپسی میگن بیپسی، هنوزم به پارک میگن بارک، که وقت بارک یعنی مثل این سگار تو آمریکا میگن بارک میکنه. نه باید یکی بیاد بشینه قشنگ صحبت کنه. آقای اکبری واقعا فکر چطور شده بود؟ عربا اومدن، اولا من نمیدونم عربا چقدرشون رسیدن به شیراز، چه جوری شد اومدن کلاس زبان گذاشتن؟ منی که اینقدر تنبلم زبان بلد نمیشم، اون وقت فوری زبان یاد گرفتیم. بعد حالا آقای فردوسی یه نسخه درست کرده برده اونجا دربار سلطان محمود غزنوی، پول نداده، اینم گریه و زاری ول کرده رفته و این یه نسخه رو چیکار کردن؟ گرفتن کپی کردن فرستادن انتشارات، نمیدونم یهودی بود چی بود، کلمه دیکشنری مال اونا بود، هیم نه دیکشنری هیم. اونا هم چند میلیون بودیم اون موقع ایرانی ها، 1000 سال پیش 900 سال پیش به تعداد هر خانواده یه دونه چاپ کردن، بعدم با فدکس یا دی اچ ال یا یو پی اس فرستادن، بعدم تا رسید اونجا ما این کتابه رو گرفتیم. حالا ما که داریم عربی صحبت میکنیم، یه دفعه کتابه رو گرفتیم خوندیم فارسیمون برگشت، یا برای هر کدومش یه معلم فرستادن؟ آقا این نبوده، مردم مقاومت کردن، مردم تنبل بودن، یاد نگرفتن و این زبان حالا درست مخلوط شده یه زبان زیبایی که من و شما میتونیم امروز باهاش صحبت کنیم. تازه با همین که چند تا زبان قاطی شده حرف همدیگه رو نمیفهمیم، نمیتونیم اون چیزی که تو مغزمونه به وسیله زبانمون به وسیله کلام به همدیگه منتقل کنیم. حالا این دوستمون آقای شاهین میگه از روزی که آقا همه چی رو سر اینا ننداز، قبلش هم شما باری ببین زبان میخی و سیخی چی بوده، 4 تا سیخ از این ور میذاشتن 4 تا سیخ از اون ور میذاشتن، حالا هر کی هم میاد هر چی دلش میخواد بنویسه. مثل کلمیا دیدی میگه تو تورات وقتی گفتن نمیدونم فلان، مسلمان هم میگه این ذوالقرنه کوروشه، اون یکی هم میگه این کوروشه، هر کی هر چی دلش میخواد بنویسه. گاهی وقتی من به شما بگم نگاه تو کره ما بکنید، هم موقع فکر کنید به چه لیوان و آبجو قشنگی مثل آبجو دوسلدورف و برلین و اون یکی دیگه مونیخ، واقعا شما اونجا یه چیز میبینی، یه لیوان آبجو میبینی. یکم فکر کن کیا بودن خمینی رو تو ماه دیدن، نگاه کن شما میبینی یه عکسی مثل خمینی هم میبینی. یه عکسی بود چند مدت پیش توی اینترنت میذاشتن، شما نگاه میکردی بهش، بعد چشمتو میبستی سرتو میبردی عقب، آقا قشنگ توی ذهنت عکس جیزس یا همین آقای یوسف نجار میومد. اینا رو باید ریخت کنار. آقای سهراب سپهری میگه چشمها را باید شست، یه جور دیگه باید نگاه کنی. دستم ممنون و متشکرم و پیام آقای اکبری رو پخش کردیم، از تلفن به تیوی نشون میده رو گفتیم. مردی رو لخت کتک میزنه. آه میخواستم این لینک اینو من پیدا کنم ببینم این ویدیو رو میتونم بیارم، چون بعض وقتا برای خودم لینکش رو میفرستم، بعض وقتا چیز میکنم، اصلا یادم رفته خدایا. اون یه کدی هست امبد، یه کدی هست میذاری وقتی میخوای یه چیزی رو کپی کنی. حالا بذارید من ببینم این لینکدین میاد یا نمیاد. لینکدین ساین اپ، بله تنبلین میاد و یه پروگرامی دارم که ضبط میکنی بعدن این برات چیز میشه، به اصطلاح میتونی هر جا دلت میخواد نگهش داری پخش کنی. حالا روی این مای نتورک ببینم کجا گذاشتم،
صفحات شما نگاه کنید، اون وقتا 4 تا تب یا 4 تا آیکون بالا بود، هوم بود، مسیج بود، فلان بود. الان ازیوری هست، ازیوری هست، هر کدومش دوباره ازیوری هست، ازیوری هست، 3 تا نقطه میذاره برای ستینگ، بعد 3 تا خط میذاره، آخرش هممون رو دیوونه میکنه. میگن که عوض شدن زبان در همه دنیا طبیعی است. الان در ایران لغاتی به کار برده میشه که من شما متوجه نمیشیم. با همین آلمانی در عرض 42 سالی که من اینجا هستم خیلی لغاتش کم و زیاد شده. آفرین. همینجا از دیکشنری یه لغاتی رو برمیدارن چون دیگه منسوخ میشه استفاده نمیکنن، یه لغاتی رو اضافه میکنن. شما آقا این قسطنطنیه چه مکافاتی بود وقتی املا میخواستیم بنویسیم؟ نمیدونستیم با قه هست با قافه، نمیدونستیم سین اولش با ساته با سینه با سه نقطن، تاش با ته دو دستن با ته دو نقطن، میمردیم تا این قسطنطنیه رو ما بنویسیم. حالا چی بوده؟ کنستانتین، اون کسی که رفته دنبال این جیزز میزز. بعد کنستانتین یا همون قسطنطنیه کجا بوده؟ همین استانبول امروزه. آقا جونت بالا بیاد بنویس استانبول، که دیگه خیلی راحت از بس دیدیم و خوندیم و کوتاه هست آسونه. یعنی باید با زمان پیش بری، اگه با زمان پیش نری میمونی عقب میمونی. مثل یه نفر هست که دیرش شده، دیدید 5 دقیقه از خواب دیر بلند میشه، میاد به این اتوبوسه نمیرسه، اتوبوس دومی که میاد شلوغ تو اون جاش نمیشه، یعنی دو تا اتوبوس از دست میده، اتوبوس سومی که میاد میپره جلو صف. چقدر راجع به صف اتوبوس این شاهین قشنگو گفت، آقا اینجا تو آلمان هم سوار اتوبوس میشن، سوار مترو میشن، مثل آدم وای میشن. ولی ما ایرانی ها 4 نفریم، اتوبوس هم 40 تا جا داره، وقتی میاد میپریم رو سر هم. خب حالا اتوبوس سومی هم اومد، من از بس هرس میزنم که زود برم، میپرم تمام کیف و دفتر و مشق و همه چی میرزه تو جوب آب، اون جوبای آب ایرانم ماشاءالله. اینه که اگه با زمان جلو نریم هی عقب میافتیم، ولی یه ثانیه شما عقب بیفتی میشه 10 ثانیه، میشه 2 دقیقه، میشه 5 دقیقه، همینجوری میره بالا. خیلی ممنون، متشکرم. من هنوز دارم دنبال این ویدیو میگردم که ببینم میتونم پیداش کنم. کاش که اسم اون کسی رو که گذاشته بود، حالا تا اون نیست، این آقای محمود بشاش رو براتون بیارم. این آقای محمود بشاش یه ویدیویی درست کرده. به خدا ماها آدمای نابغه هستیم، اصلا متفاوتیم، اصلا فرق میکنیم با دنیا. یه ویدیویی درست کرده، برای منم فرستاد، اصلا من نمیدونم چه جوری برای من میاد، کی کجا یه چیزی میذاره، حالا دنبالش میگردم نیست. داره یاد میده که در یک ماه آینده چند تا کار انجام بدید، 7 تا کار. بعد اولا فوری میگه قلم کاغذتون بیاریم. بابا جون اکس میخواد قلم کاغذو بگه من حالا بهتون میگم، قلم کاغذو بیارید. بعد یکم صبر میکنه، بعدن دوباره آخر برنامه اونا رو میگه. اولا این مرد حسابی تو 29 ثانیه این ویدیو رو تموم میکنه. من بهش نوشتم آقا به کجا چنین شتابان؟ آخه من نمیدونم، شما مسابقه گذاشته بودی با خودت که ببینی تو 29 ثانیه میتونی اینو بگی، حالا اگه میشد 59 ثانیه نزدیک به 1 دقیقه چی میشد؟ اینی که من مجبور شدم 3 بار گوش کنم تا بفهمم. ای کاش اینا رو کدام رو میگه آقا سوربی تو برنامه من هست؟ کدام رو کدام میگن؟ یه چیزی راجع به اتوبوس سوار شدن و اینا گفته بودی. نه این آقای یکیش هست محمود بشاش، بزنید اگه کسی پیدا کرد. راجع به نمیدونم آهان 7 step to plan your next month، نگاه کنید دوستان. خداییش، شاید من مریضم، شاید دارم سن که بالا میره اسلو میشی، آهسته میشی از لحاظ فکری، از لحاظ همه چی. ولی شما نگاه کنید ببینید، اولا ای کاش این سیستم اینستاگرام از بین بره که از این حالت دوربین به اصطلاح تلفن اینجوری گرفتن و ضبط کردن ما خلاص بشیم. بذارید من براتون بذارم روی کامرای 2. اینم آقای بشاش، امیدواری همیشه بشاش باشه. ببینید دوستان، نوشته 7 مرحله برای طراحی محتوا. اولا زیر دست ایشون دقت کنید، این یک میکروفون نسبتاً 50-60 دلاریه برای تهیه برنامه ها، ولی روی گردنش نیست،
ممکنه شما فکر کنید روی گردنشه. اینو ببینید، این یه میکروفون دیگه است که اینو احتمالاً وصل کرده تو سوراخ تلفنش. اوکی؟ خب اگه اونو وصل کردی دیگه اینو برای نمایش گذاشتی برای چی؟ توی برنامه قبلی شاهین نوشته بود این دوستان که همشون وضع به اصطلاح صدا و ایناشون بده، کاش که یه پولی جمع کنیم یه 30-40 تای میکروفون. دوستان این روزا میکروفون هست 2 دلار 3 دلار، سونی من خریدم 6 دلار که میذاشت به سبا و آقای سبا تبار سالها پیش گفتم بابا اینها نوشته 6 دلار. حالا همه چیزایی که من گفتم شما فراموش کنین، با یه نیت خوب حرفای این آقا رو گوش کنین. برای طراحی محتوای 1 ماه آینده 7 کار باید انجام بدی. کاغذ قلم بردار یادداشت کن. 1 شناسایی مخاطب هدف و کسی که میخواد باهاش صحبت کنی. 2 مشخص کردن مشکلات و پین پوینت ها. 3 ارائه راهکار و سولوشن برای اون مشکلات. 4 تایپ محتوا، ویدئو، کاروسل یا غیره. 5 تیتر محتوا یا تایتل. 6 مشخص کردن کپشن و هشتگ ها که همون کیورد ها هستن. و 7 کال تو اکشن یا اقدام به عمل که میخواد وقتی مخاطب محتوای تو رو مصرف کرد چه کاری انجام بده. دوستان دیدید؟ نه سلامی، نه خداحافظی، نه آماده سازی بیننده برای این مزخرفی که میخواد بگه. آخه هدف این آقا از این چیه؟ طراحی اقدام به عمل یا همان CTA، اقدام به عمل. یعنی آقا یه کاغذ بردار، برنامه بنویس، من ماه آینده میخوام چیکار کنم. میخوام بلند شم برم آلمان شاهین رو ببینم، میخوام برم آقای اکبری رو ببینم. بنده خدا آقای اکبری دفعه قبلم که من رفتم آلمان درست دو سال شد، گفت آقا بیا ببینیم. اومدم ولی رفتم با آقاش برلین بود، کجا بود، آره ترسیدم بگیرن اونجا نگه هم داره. آقا این چیه تو یه میکروفون انقدی گذاشتی زیر دست، بعد یه میکروفون کوچولو گرفتی اینجا حرف میزنی، بعد به این تندی برید قلم کاغذ بیارید 7 تا برنامه برای چی؟ کی هستن؟ حالا اینو داشته باشی. یکی دیگه من عکس گرفتم برای شاهین فرستادم، اصلا چیزایی که نوشته بود، حالا اینجا مثلا میگن بی اس که واقعا درسته، همون بورشت لیسانس دیگه، الان بی اس بورشت. اون پی اچ دی که بهزاد از کانادا برامون نوشت، آقا این پی اچ دی همه دوستان ایرانی میگن، گفت آقا منم وقتی اومدم اینجا پی اچ دی بودم. گفتم تو قبل از اینکه بری دانشگاه کانادا پی اچ دی بودی؟ گو آره، مگه پیتزا هات دلیوری نیست؟ من پیتزا هات دلیوری. طرف 10 تا مدرک نوشته. بعد شاهینم گفت آقا من نمیفهمم این یعنی چی، اصلا چرا آدم باید این کارو بکنه؟ چند تا مدرک میگیری به من چه؟ اگه من خواستم تو رو استخدام کنم برای کار برقی، میگم آقا بیا این سیمه رو وصل کن ببینم بلدی، یا میگم کجا کار کردی، از اون میپرسم آقا این آقای اکبری میگه من بلدم کار ساختمونی کنم، بلده یا نه. اگه طرف آقا خیلی هم بیشتر از اون چیزی که ادعا میکنه بلده استخدام میکنه، این چیه مثلا آقای اکبری بینید MBA DBA BS PhD دکترا MD فلان بتونم اکثر به هدر. همون آقایی که تو بیمه با زن گرفتنش، آها داشتم اونو میگفتم، آها یه آقایی رو با زن، با یه زنی گرفتن، حالا توی بیمه بوده، بیمه دولتی بوده چی بوده نمیدونم، بذار ببینم. من 4 تا کاغذ دارم، یه کمی ریخت و پاش هستم چون قرار بود با آقای ابوالفضل بهشتی هم مصاحبه کنم، هفته قبل ساعت‌ها رو اشتباه کردیم، تقصیر من بود. این هفته هم باهاشون تماس گرفتم، گفت باشه فردا من به شاهین میگم آقا تا هم مثل من همه ایمیل‌ها رو تا آخر نمیخونی و این باعث دردسر میشه. ما هم رفتیم 9 صبح دوش گرفتیم و اومدیم نشستیم اینجا. وقتی به ایشون تماس گرفتم گفت آقا من تو قطارم، من که برای شما نوشتم فردا، من دیگه نوشتم فردا برنامه ندارم هفته آینده. ولی اون آقایی رو که لخت گرفتن، مردی لا لخت کتک میزنن و منو یاد برنامه آقای دکتر محیط انداخت و گوجی گوجی در مطب. این باز شاهین تو برنامهش ازش خواستم یه دفعه بنویسه درباره چند تا چیز صحبت میکنه، هنوز این کارو نکرده. درباره تخت خوابایی که برای ورزشکارای المپیک درست کردن از کاردبورد یا از مقوا صحبت میکرد. البته ایشون
کار درستی هم میکنه. تو کار رادیو تلویزیون باید شما یک کمی اغراق کنی، اگزاجوریت کنی تا بیشتر مردم بهش توجه کنن. ایشون میگفت که وزن مثلا یک آقای اگه 60 کیلوه، اگه این 60 کیلو به اضافه یه تخمق بره تو این تخت، تخت کلاپس میشه، میفته پایین و اینا. نه، اصلا اینجوری نیست. انتیمیسی یعنی درگیر شدن با هم، رابطه عاشقانه و اینها. و فقط سالها پیش من این کلمه رو شنیدم، به یکی از دوستانم که انگلیسی بهتر از من بود گفتم یعنی چی؟ گفت آقا همون گوجی گوجی خودمونه، گوجی گوجی ایرانی. حالا گوجی گوجی رو دیگه هر جور خاصی بگردید. برای اینکه الان اوضاع کووید هست، قبلا هم اگه یادتون باشه HIV و ایدز و اینا توی المپیک های قبلی بود، بعضی ها یکیش حتی سرش خورد به دایو، شکست و خون اومد و اینها، اون استخر رو تعطیل کردن. انجمن نظارت بر المپیک تصمیم گرفته که تختا رو جوری بسازن که اینا نتونن دو نفر روی تخت گوجی گوجی کنن. خب آقا رو زمین میکنه، میره نمیدونم روی میز ناهارخوری میکنه. در صورت برید نگاه کنید، قشنگه. به نظر من اینا خواستن یه چیز جدید باشه توی، الان میدونید شما دوشک که میخرید دیگه کامیون نمیاد برای شما، آمازون میاد یک مقوای انقدی چارگوشی میاره بهت میده، شما اینو که بازش میکنی خدا نصیبت کنه، میری و میای میبینی هی پف میکنه، مثل خمیر هست پف میکنه. یا تو فیلم ها دیدید طرف به جای مایه ظرفشویی پودر به جای مایه رختشویی میاد مثلا پودر رختشویی میریزه، این کف میکنه و پف میکنه و اینها. این دوشکا اینجوری میشه. و بعدم اگه خاصی بدیش پس، مگه تو دیگه میتونی بکنیش تو اون قطیه؟ این با دستگاه هواش کشیدن که برای رخت و اینا هم وقتی میخوان زمستون تابستون بذارن تو کمد، این کارو میکنن. بهترینش هم کیسه های زباله هست، کیسه زباله که قوی تره، خودتون هم لباساتون رو قشنگ تا کنید بذارید تو این، بعد لوله جارو برقی رو اینجوری با دستتون بگیرید، این مکش که میکنه، هوا که میاد بیرون این فیس میچسبه، ببندینش، چسب بزنید، بذارید زیر تختتون. باور کنید به جای مثلا 3 تا بلوز که میذارین میشه اندازه یکی. امتحان کنید. خب میگه که به این جور حرف زدنا که این آقای میکروفونی گفت، میگن بندم بده خرم رفت، یه چیز اینجوری. آخه میدونید اصلا خیلی مسخرن. من برای منم فرستاده، من نگاه کردم بعد نوشتم آقا خدا خیرت بده، خوب که شما معلم من نشدی. اگه معلم من شده بودی من از این هم که هستم خرفتر میشدم، چون چیزی یاد نمیگرفتیم. کسی که میخواد، شما اینو درست کردی یعنی میخوای یاد بدی، درسته؟ آقا من این تلفن رو آوردم بالا، دیدم نورش درست نیست، باید صبر و حوصله داشته باشی، اینو اینجوری کنی تا بالاخره طرف ببینه. بدون حوصله شما نمیتونی معلم باشی. اگه حوصله نداری برو اول یه کلاسی چگونه حوصله به دست بیاری، بعدن بیا به مردم یاد بده که برای ماه آیندهتون طراحی اقدام به عمل یا همان CTA. میگه اتفاقا یه ویدیو دیدم، ورزشگاه پرید رو تخته، با قدرت تخته، هیچیش نشد. احتمالا دروغه که وزنت زیاد بشه میشکنه. بعضی وقتا این شایعه، ولی تو تلویزیون هم گفت، یعنی تو رادیو، من دیروز رانندگی میکردم، گفت که همون موقع یاد حرفای شما افتادم، گفتم بابا شاهین خان 3-4 روز زودتر به ما گفت. و اما این مردی را لخ کتک میزنن و اینها. ببینید این یه ماجرای دیگه است. این مرده که با یه خانمی لخت بوده، به قول آقای اکبری، یا دوتاشون میخواستن که هیچ ربطی به من و شما و اونایی که این بدبخت رو کشیدن بیرون نداره، یا نمیخواستن. حالا کدومشون نمیخواستن؟ مرده نمیخواسته یا زنه نمیخواسته؟ الان تو این عهد و زمانی که ما زندگی میکنیم دوستان، خیلی از تجاوزا تجاوز خانمها به آقایان هست، تجاوز خانمها به پسرها هست. خب حالا بیایم چی کنیم؟ بعد من و شما چه کاره هستیم؟ منی که به شما میگم آخوندها چه کار دارن دخالت میکنن تو کار کلیمی ها و فلسطینی ها، چه کار دارن دخالت میکنن تو کار شمر و یزید و امام حسین، حالا من و شما دخالت کنیم بین فلان این و فلان اون؟ اون وقتا میگفتن چیز هر کس رفت به من چه؟ خب حالا این آقا رو کشیدن بیرون، آخه تو چی هستی؟ تو مسلمونی که یه نفر رو اینجوری میاری بیرون و لخت به دیگران نشون میدی، اونو بی آبرو میکنی، مردم رو آزار میدی، از این لحاظ مسلمونی بس نیست.
تو مجری قانونی، قوه قضاییه هستی، قوه اجرایی هستی، چه لجنی هستی؟ بگذاریم. سالها پیش تو همین آمریکا توی نیویورک این آقای دکتر مرتضی محیط، اون موقع دکتر زنان بوده، یک خانمی که میاد تو مطبش، اینا با هم گوجی گوجی میکنن، بعد شکایت میکنن و فلان، اینها دکتر و دادگاه و وکیل و اینها. آقای دکتر مرتضی محیط ثابت کرد که این خانمه امروز که شکایت میکنه به خاطر پوله، اون روزی که ما این کار کردیم با رضایت بوده. شما اینجا داشته باش. دادگاه گفت آقای دکتر محیط درست میگه، کیس دیسمیس، چی میگن؟ تبرئه شد. تبرئه شد. ولی اون بردی که مال دکترا هست، گفت شما نباید تو مطبت این کارو میکردی، این مطب یه احترام خاصی داره، یه قانون خاصی داره، به خاطر اون احترام خاص، به خاطر اون قانون خاص، این آقای دکتر مرتضی محیط اون اجازه طبابتش رو توی نیویورک گرفتن. آمریکا اینجوریه، این ممکنه بره توی کالیفرنیا اونجا طبابت کنه، که بعدم دیگه تصمیم گرفته لابد رفته اونجا، گفته هم پیرمرد حقوقی داره از این چیز و اینها، ول کرده. بعد یکی هی زنگ میزد به ما، اون موقع دکتر محیط اینجا برنامه داشت، میگه آقا شما میدونی این چی کار کرده؟ گفتم بله، کیسش رو اینترنت هست. میگه چرا به این برنامه میدیم؟ میگم آقا مادر تو رو کرده، خواهر تو برده، زن تو برده، تازه اونا رو هم برده باشه باز به تو مربوط نیست. زنت برده باشه، میرن اونجا میگن آقا اوکی ببرو، ایران که نیست که ببری شکایت کنی فلان. ضمن اینکه تو همین آمریکا هم ایران به اصطلاح این شکایت‌های اینجوری منجر به طلاق میشه، حقم به طرف میدن، ادالتری بهش میگن، نمیدونم حالا به فارسی چی باید بگیم. سلام سلام آقای صبحی، وقت بخیر. سلام عزیزم، وقت شما هم بخیر. خب این ماجرای مرد لخت، اون ویدیو به نظر من نشون میده که هر کسی به یه نوعی قدرت دستش باشه چگونه فکر میکنه حقم با اون هست. قدرت دست بودن با حق داشتن فرق میکنه، حق داشتن با تعیین مجازات کردن فرق میکنه، حق داشتن با تعیین مجازات و اجرای مجازات کردن فرق میکنه. اینا رو ما نمیدونیم. خب صحبت از 200 میلیون دلار جف بزو شد. آقای جف بزو بعد از اون انگلیسیه، میدونید که اول ایلان ماسک یه چیزی فرستاد فضا، اینم شده، حالا دیگه فضا هم شده. اون یه شعری بود میگو ای مگس، نمیدونم این چی آسمان جایگاه تو نیست و فلان، اینا یک عقابی، عنقا، یه عقابی به مگس میگفت. حالا این مگسا ایلان ماسک و اون آقای جف، نمیدونم سر سامتینگ جانسون، مال انگلستان، و این آقای جف بزو، این عرصه فضا شده بازی، محل بازی اینها، پارک شهر اینا. اول اون رفت دور زده اومد اینها. همون روزی که این اینجوری کرد، دوست من پتیک پرسید که اولا باید از این پرسید که این کاری که تو کردی مهمتره برای جامعه و برای بشریت، یا اینکه اگر یه سری رو نون میدادی. گفتم آقا اینا همه این کارا رو دارن میکنن، اگه جمعیت شد زیاد شد از اینجا در برن کرات دیگه. بعد اینا شما میگه این پولا رو بره نون بدن اونا زنده باشن، اینا همه این کارا و دستسار میکنن که تعداد آدما کم بشه. برید اون فلسفه های به اصطلاح تئوری دسیسه، کانسپیرسی تئوری رو بخونید، یا فیلماش هست تو یوتیوب نگاه کنید، که اون 300 نفری که تو دنیا تصمیم میگیرن چه جوری یه دفعه غافل شدن. جمعیت دنیا تو 50 سال گذشته از زمانی که آپولو 11 رفت کره ما، درست میگم آپولو 11، من یادمه تو مدرسه شمس داشتیم میز صندلی تعمیر میکردیم، اون آقای کی بود خدایا، سیاه قد بلندی بود، اون برامون به انگلیسی چیز میکرد، ترجمه میکرد که اینا رفتن کره ما. 50 سال گذشت و درست در سر 50 سالگیش این آقای جف بزو روز جولای 20 رفت تو فضا و اومد، همش شد 11 دقیقه رفتن و آمدن و اینها. ولی وقتی آمد 200 میلیون دلار داد به دو نفر که کارای انجام میدن، زندانی ها رو آزاد میکنن، خانواده های سیاه‌پوستایی که برای 100 دلار رفته زندان. آقا اینجا میره دادگاه،
بهش میگن شما مثلا حشیش کشیدی $100 باید بدی تا ما مطمئن بشیم روز دادگاه برمیگردی. میگه ندارم. میکنن این زندان روز $300 روز $200 خرجش میکنن. تازه حالا همون اولی که میخوان بندازن زندان $500-$600 خرجشه، لباس و فلان اینا، ولی برای $100 میندازن زندان. اینا یه چند تا شرکت درست کردن این $100 $150 رو میدن، اگه طرف اومد اومد، نیومدن بره. آقا میگن اینجوری پول بیشتر برمیگرده. زندان اینجا چرا چپ و راز میندازن زندان؟ برای اینکه قاضیه که نشسته اونجا هر یه زندانی که بفرسته زندان یه پولی از زندانبان میگیره. زندانبان کیه؟ اینجا بعضیا شخصیان. خب $200 میلیون آقای جف بزوس داد به اون آقای ون جونز و یه آقای دیگه هست اسپانیایی، اون خوراک میده هر جا یک فاجعه پیش میاد. مثل این هنرمند ما نمیره دبای خالی رو بذاره بشینه تار بزنه، یه بیستای از این هم عقب افتاده تر بیان کنار اون بشینن تار بزنن، بلند میشن میرن اونجا خوراک درست میکنن. پشت ماشینشون یه بشکه 220 لیتری نصف کردن، این ورش زغال اون ورش زغال، کباب درست میکنن میدن به این گرسنه‌ها. $200 میلیون $100 میلیون به این داد و اون داد. من برای پتیک فرستادم گفتم آقا مثل که جف بزوس حرف شما رو شنید، تا شما گفتی کاش به جای این مخارج این کارو میکرد $200 میلیون هم داد به اون. ناگفته نماند که همین آقای جف بزوس وقتی میخواست بره فضا یا اومده بود یکی از این دوتا، گفت که ملت شما که از آمازون خرید کردین، کارمندا کارگرایی که برای آمازون کار میکنید، من با پول و دستمزد شما رفتم هوا، که به نظر من کار بدی بود، این باید چیز میکرد. آقای احراری بود اون که شما میگی. این آقای چی نوشتی شما؟ آقای احراری اگر اشتباه نکنم، یه مرد قد بلند سیگارم میکشید سیاه، ولی آپولو 11 من با آقای صادق وجدانی با یه موتورگازی از مزرعه سید عیسی بلدی دم دانشترا روبرو دانشترا یه جایی بود بهش میگفتن مزرعه سید عیسی، که ما میرفتیم اونجا چغندر و لبو و اینا میدوزیدیم، خونه اینا اونجا بود. من زور پیاده از تنوره بغیریا تو این آفتاب میرفتم خونه اونا، همش هم آرزوم بود این یه روزی به من بگه بلدی موتورگازی، بگم بلدم موتورگازی رو بده من برم که دیگه من پیاده نیام. ولی هیچ وقت این کارو نکرد. برای رسوندن من میبرد میرسوند در خونه، ولی بعدا من با میرفتم دنبالش این از خواب بیدار بشه بیام دوباره بریم. من نمیدونم تو ایران چرا ما دو بار میرفتیم سر کار، صبح میرفتیم ظهر برمیگشتیم، دو سه ساعت دوباره میمدیم دوباره میرفتیم عصر برمیگشتیم. خب آقا وایسا کار کن دو سه ساعت زودتر بیا، مثل آمریکایی‌ها بمانه. البته اینجا الان به این نتیجه رسیدن که اگه بری خواب کنی، خواب قیلوله یا پاور نپ، میگن بعدن راندمان کارت بیشتر میشه. چه کار کنیم نمیدونیم. صحبت از $200 میلیون انجام دادیم. بعد پتیک گفت که حالا شما تو برنامه بپرس آقا رضا پولوی شما چه کمکی کردی، شما چه پولی تا حالا از این 62 میلیونی که به گفته خودت و بیلیون دلاری که معلومه این ور اون ور تراست هست به ایران، به انسان، به بشر کمک کردی. محمود بشاش رو اینجا نوشتم نشون دادم و نوشته که فائزه هاشمی با رئیسی همکاری میکنم، با اژه‌ای هنوز تماس نگرفتن. یعنی چی دوستان؟ یعنی همه این کلاب هاوس ها و دیوون خونایی که راه انداخت فائزه هاشمی به این میدم به اون نمیدم، این معاملش بزرگه اون معاملش کوچیکه، فکر بد نکنید درباره معامله. الان براتون عکس میارم. نوشته معامله خود را اندازه بگیرید. من یه نگاه کردم گفتم این دیگه چی نوشته معامله خود را اندازه بگیرید. بعد گویا داره راجع به بازار و مارکت میگه. خلاصه این خانم فائزه هفسنجانی هم با این رقاص بازیایی که در آورد حالا هم نوشته من حاضرم با اینا همکاری کنم. یعنی آقا خانم کمپوزیسیون به اتفاق افرادی مثل فائزه هفسنجانی که پدرش مسئول طولانی شدن جنگ، پدرش مسئول همه این بدبختی ها هست، الان باز با هم کار میکنن. یعنی اگر تا دیروز سوربی گفت آقا رهبر خامنه ای نمیدونم دستگاه جمهوری اسلامی، دستگاه مجلس، سیستم اون یکی دیگه قضایی همشون شدن تندرو، امروز اینا رو هم اضافه کن، اینا اصلاح طلبا هم رفتن توی چی؟ قسمت تندرو. خب و اما این فاحشه هاشمی رفسنجانی خط بزنه.
بله آقای این چی نوشتی؟ آقای تنعمی یا نعیمی؟ نه اون احراری بود، احراری بود. یادم افتاد، اتفاقا بچه های فامیلش هم میشناختم. من چند تا یکی بود کدیور بود که اصلشون مال فسا بودن، استاد ریاضیات و اینا بودن. جناب سوربی، تا احمق در جهان هست مفلس در نمیماند. آی گفتی آقای شاهین فاتحی، دوست دارم نظر شما رو در انتخاباتی که گذشت بشنوم، ببینم چی بود. آیا کمپوزیشن یه بار دیگه اشتباه کرد، همون جوری که در 42 سال اشتباه کرد و اینا رو یه دست همه رو داد دست خودش؟ البته خداییش یه چی بهتون بگم، تا دیروز حالا همین خامنه ای و این و این و اون تندروا میگفتن آقا تقصیر اصلاح طلبان، تقصیر لیبرال ها، حالا که همشون یکی هن، حالا میخوان تقصیر رو سر کی بندازن؟ الانه که مردم باید هوشیار باشن، الانه که مردم باید طلبکار باشن و به اینا بگن الان دیگه ناخودی جزوتون نیست، همه تون خودی هستین، بیاین جواب بدین. دوست دارم نظر شما رو هم درباره انتخابات بشنم. دوستان ترامپ، دوستان کسی آمار گرفته؟ میگم حالا اگر سعید بود اون موقع تا میگفتیم مینوش که مثلا تا حالا 11 نفر از افرادی که برای ترامپ کار کردن دادگاهی شدن، انقدرش تو زندانه، انقدرش منتظر زندانه، ولی اونم قهر کرد از ما چون ما حرف حق زدیم. و من میگم از هر کسی انتظار داشتم، از اون انتظار نداشتم، اب نداره. چرا میگیم کره خاکی؟ دیدید خیلی ها میگن سلام به شما در هر کجای کره خاکی که هستید. تا اونجایی که من میدونم این کره‌ای که ما روش زندگی میکنیم آب بیشتر از خاک داره، درست میگم؟ چرا بهش میگیم کره خاکی؟ چرا نمیگیم کره آبی؟ و اما آقای علی کریمی، فوتبالیست معروف ایران، گویا سر پول برق من نن من غریبم بازی در آورده، مردمم حسابی بهش پریدن که آقا شما یکی دیگه خفه، هر کی میگه نون و پنیر تو برو سرتو بذار زمین رو بمیر، یا هم چیزی تو آقا یه قصری گذاشتی روشن میکنی، تازه الان ناراحتی که چرا پول برقو که ندادی. اینا هم احتمالاً پول برقو ندادن که یه وقتی هپالپلو بشه، چی میگن، هپلی بشه، اینا هم ندن. آقا این هنرمندای ایرانی، این ورزشکارای ایرانی، اون وقتا ما وقت خیلی اذیت میکردیم، مادرمون میگفت خدا کنه یه باد سیاه بیاد چارتاتونو ببره. من همش میگفتم این باد سیاه چیه؟ بعضی وقتا طوفان که میشه اینجا من میبینم سیاه شده. اولین روزی هم که کلاس پنجم بود اون شعری رو خوندیم که برآمد نیلگون، برآمد نیلگون ابری ز روی نیلگون دریا، از معلممون پرسیدم نیلگون یعنی چی؟ گفت یعنی سیاه، آبی متمایل به سیاه. اون موقع گفتم این مادر ما نفرین میکرده، ولی همین مادرها اگر دستت زخم بشه بنده خدا حاضر جونشو بده این دستو، شعر ایرج میرزا رو برید پیدا کنید بخونید که اون خواستگار مرد، خواستگار یه خانمی میشه، خانمه میگه نه خیر شما برو این غلط رو بگن، آقایی که میره پاش میخوره میره قلب مادر. واقعا چه شعرهایی. بله خب فزانه‌وردی جف بزو رو گفتم، کمک 200 میلیون دلاری رو گفتم، یه بار این بالا نوشتم دوباره این پایین نوشتم، تشک مقوای المپیک رو گفتم، تاریخ امروز اول مرداد 1400 گفتم، بی آبی دوستان، بی برقی و تظاهرات در ایران. ضمناً یه برنامه 20 و چند دقیقه‌ای کمتر از 30 دقیقه با آقای دکتر حسن ماسالی داشتم، ایشون هنوز هم باور داره باید با توپ و توفنگ و جنگ و اینها رفت به جنگ آخوندا. و دوستان شما هم این مشکل رو دارین؟ بعضی ها مثلا بغل دستون واسده یه کاغذی رو، یه نامه ای رو اینجوری کن، حالا شما هم یا دارین یه کاری انجام میدین نمیخواین سر صدا باشه و اینها، مثل من که اعصاب شما رو خرد کردم. خب ببینم اینجا چی نوشته بودم که نتونستم. فیسبوک نوتیفیکیشن هاشو چگونی آن آف کنیم؟ و لطف کنید این لایک روی فیسبوک رو هم بزنید، لطف کنید روی یوتیوب اون لایک، همون بلاغ ایرانی خودمون رو بزنید. و یه آگهی دیدم نوشته بود که Don't live life without it. ما تو انگلیسی یک کلمه داریم که صداش هم یکیه، میگیم live، ولی اسپلینگش فرق میکنه. اسپل چی میگفتیم؟ هجیش فرق میکنه. یکیش live یعنی زندگی کردن، live. یکیش live یعنی ترک کردن، leave.
بعد اون وقتا تبلیغ امریکن اکسپرس میگفت don't leave without it، یعنی خونت رو بدون کارت امریکن اکسپرس ترک نکن. حالا نوشتن don't live life without it، میگه بدون این کارت زندگی نکن. یعنی ببین اینا چقدر عوض میکنه. میگه که آقای سوربی از فیسبوک هم بگین که مثل کلاب هاوس شده. نه 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 آقا، هنوز فیسبوک شما خیلی بهتر میتونی. ببین کلاب هاوس، من نمیدونم، شما پلتاک حتما پلتاکه، فقط به جای 200 نفر کرده 8000 نفر، یه چیزای دیگر رو کم کرده، یه چیزای دیگر رو زیاد کرده. تو پلتاک شما میتونستی بنویسی. حالا هی میگن آقا هر کی میاد تو کلاب هاوس حقیقیه، حقوقیه. چه حقیقی چه حقوقی؟ من میرم با یه ایمیلی مینویسم حسن علی نمیدونم مال خرمشهر، بعدم اونجا اونام به میکروفون میدن، منم میام صحبت میکنم. این روزا که میکروفون هست، شما دستگاه کلید میزنی صدات عوض میکنه، تازه لازم نیست صدات عوض کنی، حالا با همین صدا صحبت کنی. یه کسی یه چیز مزخرفی آوردن با شور و هیجان، همم قبل از انقلاب قبل از انتخابات بود، خیلی هیجانی شدن، ولی فیسش در رفت. همونجوری که شما گفتی، خود من روزی کلاب هاوس رو پاک کردم واقعا، برداشتم که همین آقای معیدی و اون آقای وزیر خائن به نظر من جواد خادم دروغ گفتن هر دوشون، و آقای معیدی برای که جواد خادم ناراحت نشه یه وقت نیاد، چون جواد خادم شده بود انتر، اینم شده بود لوتی، این لوتی انتر رو میورد، این نمایش میداد که مثلا 1000 نفر بیان تو اتاقش. گفتم آقا این آقا وزیر، آقای منوچهر رزماران وزیر بودن اینا با هم. آقای اکبر چقدر حرف تو حرف میاد. آقای اکبری یه جایی ویدیوی دختر بختیار رو گذاشته، من نوشتم حالا از همین دختر بپرسید نمیاد ماجرای عراق و پول گرفتن باباش رو بگه. آقا قاتل اگه شما بچهش رو ببری قبول نمیکنه که بابا این سوربی بابای من ممکنه قتل کنه. دوز اصلا خیلی وقتا شده خانواده ای رو میگیرن میگن آقا شما نمیفهمیدی این چیزا رو میآورد تو خونتون این دوز بود؟ میگه نه امکان نداره. بعد طرف دیدید خودکشی میکنه، میگه نه آقا اصلا فلانی خودکشی نمیکنه. اینجوری عزیز من آقای اکبری که شما من گفتید که بختیار قبل از جنگ رفت ولی رجوی بعد از جنگ رفت عراق، من یه کلمه هست بعدم میاد، یه کلمه هست، یکی میگن سنخیت، اصلا وقتی هم میگه، یکی دیگه میگن به زرت قاطه. این زرت قاطه من نمیدونم یعنی چی. در صورت حالا من مطمئنم که آقای بختیار و چند تا وزیر رفتنشون عراق اون جاده حمله عراق به ایران رو باز کرد. بله دستم خورد به میکروفون. بله آقای خمینی هی پوز میداد، هی گندگوزی میکرد، میگفت که نمیدونم باید اسلام رو صادر کنیم، اونا رو عصبانی کرده بود. ولی شمایی که از این کشور بلند میشی فرار میکنی در میری، چرا سر از عراق در بیاری؟ و یه چیزی دیگه برای شما بگم آقای اکبری، اگر رفتن عراق ننگی لکه سیاهی در تاریخ بختیار نبود، تا سالها تا موردم نگفت خودش، تا سالها اون 5 روز رو حذف کرد از زندگیش. افرادی مثل بابک هروی، افراد دیگه ای مثل سوربی هی گفتن به اینا، تا بالاخره منوچهر رزمارا آمد گفت که بله ما رفته بودیم یه کشور عربی، هر کدوممونم توی قصری بودیم، بعدم رفتیم صبحونه خوردیم اومدیم. آقای جواد خادم، آقای مسعود معیدی معتاد، که بعدن دوستان من گفتن آقا شما رو بگو که با این صحبت می‌کنی، این معتاد شیشه‌ای فلانه. حتی همایون، شهرام همایون هم گفته آقا این که کارش وله، همش پای بنگ و شیشه و اینا هست. حالا یه داستان دیگه‌ای براتون بگم. نه نمیگم، چون قرار نیست هر کی با هر کی خوبه، تا روز که خوبه خوبه، هر همچی که بد شد بدیاش می ولش کن. در صورت شما نوشته بودید اون رفت و اینا، ببین شما آقای صدام یه دفعه نمیاد حمله کنه، با این صحبت میکنه با اون صحبت میکنه. صدام حسین با تیمسار اویسی صحبت کرده بوده، معامله درست کرده بودن، معامله بر فلان جاشو پول داده بودن که آقا ما میایم همین استان خوزستان که همه دنبالش هستن
اون یکی دیگه از همه بدتر، این عرب مثل صدام حسین و اینها، اینا اون سردار قادسی و اینا حتما میخواستن معاملاتی انجام بدن. این اویسی رو توی فرانسه اگه اشتباه نکنم صدام کشته، پول گرفتن اینا، قرار بوده خوزستان رو معامله کنن و نمیدونم حمله کنن و فلان، طرف پولاری که گرفته گفته حالا من برم خوش باشم، اونم دو سه نفر استخدام کرده پخ پخش کردن. بس گفتم بهتون این جواد خادم احمق پیر سگ به من میگه آقا اگه کسی بخواد پول بگیره مگه شماره حساب نداره؟ میگم آخه احمق، کدوم تروریستی، کدوم کسی که میخواد چیز کنه، کودتا کنه، میاد پول رو به حسابش میرسه؟ ضمناً اگه شما به مردم ایران میگید انقلاب شده بود و شما فرار کردین، شماها کجا حساب داشتین؟ تو ایران حساب داشتی؟ زنگ زدی به صدام گفتی العقی پول ده بانک ملی یا سپه یا صادرات؟ پس دروغ میگید شما مادر روا، شما همتون خارج حساب داشتین، همتون خارج رفت آمد داشتین. یه چی بهتون نشون میدم شاید باورتون نشه دوستان، حتما شنیدید من سالها در برنامه‌ام گفتم اگر شاه احمق میرفت بوشهر برای قایق سواری، برای اسکی روی آب، میرفت یاسوج برای اسکی روی یخ، سربی هم تلاش میکرد یاسوج یه خونه بخره، شاهین که الان موقع زنده نبود، اکبری هم سعی میکرد اونجا بره یه مغازه باز کنه. نه هممون فکریم باشیم بریم سوئد، بریم سوئیس، بریم جنوب فرانسه. نگاه کنید کالیفرنیا کجا نوشتم، خدایا بیا بیا نگاه کنید ببینم این عکس رو میتونم بذارم اینجا چون عکس اگه بیاد تو سیستمه بهتر نشون میده. بله الحمدلله به خیر گذاشت. پلیر 3 نگاه کنید دوستان، از بس آقای اکبری چیزای خوب میذاره، من نمیدونم که اینو از صفحه آقای اکبری برداشتم یا نه، وقتی برمیدارم معمولا مینویسم اگه آقای اکبری باشه، ولی اونایی که نمیشناسم نمیسم. دوستان نگاه کنید نوشته که دوشنبه 21 فروردین ماه 2537 که حالا با این تاریخ عوض کردنشون هم همه گوسپید شدیم، این فروردین 1357 کره خراب مغزشون نرسه بود. آقا 57 بکن حالا تو که 7500 سال کردن تو پاچت، حالا 50 سال بیاد جلو که حداقل 20 سال 30 سال چقدر بیاد جلو که این با هم یکی بشه، بفهمین این 57 یعنی 57، 53 یعنی 53، چی خلاصه ریدن تو تاریخ. دوشنبه 21 فروردین ماه 2537 دوستان گوش کنی، اینجا رو نگاه کنی، هجوم ایرانی ها برای خرید مستغلات، اینجا هجوم ایرانی ها برای خرید مستغلات در کالیفرنیا، این هجوم قیمت خانه ها را تا 15% یا 10% بالا برده و موجب اعتراض مردم کالیفرنیا و نگرانی دولت آمریکا شده است. بنگاه های معاملات ملکی کالیفرنیا تابلو و مترجم ایرانی استخدام کردند. اعراب نیز در این مسابقه از ایرانیان عقب نماندند. دوستان نگاه کنید، مسافران سرگردان پول بازگشت به ایران را ندارند. این دوره شاه هستا، 8 ماه قبل از انقلاب یا 10 ماه قبل از انقلاب، مگه ما سفارت نداشتیم یکی بره اونجا بگه آقا به اصطلاح من پول ندارم، پولم رو دزد برده بیان بعدم اینم از این ضوابط تازه پرداخت وام ارزان برای مسکن. آقا تو دوره شاه که کسی مسکن نمیخواست، دنیا که میمدی ثبت احوال یه خونه شیشدونگ میکردن به نامت. خب حالا اینجام نوشته گوشه ای از تظاهرات عظیم مردم آذربایجان که با حضور نخست وزیر هیئت دولت در تبریز تشکیل شد، گزارش های رسیده به تهران، آمادی شرکت کنندگان در این تظاهرات در حدود 400,000 نفر ذکر کرده است. میبینید عکس شاه هستا و نگاه کنید نشته سازمان ثبت احوال برنامه نویسی فلان. آخه سازمان ثبت احوال باید بیاد بره در تظاهرات شرکت کنه؟ همه چیمون خراب، همه چیمون قرقاتی، هنوز که هنوز یه نفر طرفدار پادشاهی پیدا نشده که بیاد اینجا ما ازش سوال کنیم آقا شاه خوب. یه دفعه به این خانم
خدا رحمت کنه، حالا اسمش هم دیگه یادم رفت، ایروانی. گفتم خانم شاه خوب، شاه نابغه، چرا اینجوری شد؟ چه اشکالی داشت؟ میگه دوربریاش بد بوده. میگم امکان داره آدم نابغه دوربریای نااهل بغل خودش نگه داره؟ خب این که هم موقع به نابغه بودن شما باید شک کنی، نمیخونه. خب تقاضای کمک آقا شهرام از ایران کرام همایون نه، دوستان صبر هم ندارن. من در برنامه ای که اون برنامه ویدیوی خانم روجان رو پخش کردم گفتم هر کسی کمک بخواد ما فقط میگیم آقا این کمک میخواد، نه در پول نه در فرستادنش هیچ کاری نمیکنه. یه دوستی که چند سال برنامه ما رو میبینه از ایران گویا چند تا چک بیمحل داده و فکر کنم ایران تنها کشوریه که به خاطر چک بیمحل مردم رو میندازن زندان. اینم یه حماقتی مثل حماقت اینجا که برای 100 دلار سیاه‌پوست رو میندازن زندان، بدبخت یه سیگار حشیش کشیده میره اونجا، وقتی برمیگرده دست معتاد و نمیدونم چی فروش میشه، چی میگن مواد فروش میشه. این آقا شهرام میگه که حتی مثل که 30 چند سالشه ولی میگه من حتی تصمیم به خودکشی گرفتم و اینها، و اگه دوستان به اصطلاح کمک نکنن منو میندازن زندان. اگه کسی مایل هست کمک کنه، والا کاغذاشو گذاشته بودم نشون بدم ولی دو سه تا برنامه تو هم ردیف شد چند روز گذشته، کارام ریخته به هم نمیتونم الان نشون بدم. اگه بتونم تو برنامه آینده یا شاید اگه بتونم تو فیسبوک لینک، نمیدونم چیکار کنم، چون عکس اون احضاریه دادگاه و اینا رو آورده، مبلغا رو نوشته و به پول ایرانی هم نمیدونم چند نوشتن، ماشاءالله پولای ایرانی هم که انقدر بی ارزش شده که هر چی دلت بخواد جلوش صفر هست. و اما بله، بعد این دوستان وقتی هم میفرستن، من اینجا سالها پیش یاد گرفتم یک لاستیک فروشی بود توش نوشته بود که من وقتی یه چیزی میگم حقیقتا دیروز میخواستمش، تو من نگو فردا، میدونید، یعنی برای کارگراش بود که نگو فردا درستش میکنم و اینها. اینم ماجرای این بود. اون خانم روجین زارعی هم برای من نوشته بود که آقا اینجا همه میخوان، گفت میخواستم براش بنویسم، دیدی پس فرقی بین ایرانی ها نیست و ترکا، شما میگی به ترکا اگه بگم پول میگن نمیدونم بیا با همون بخواب تا فلان کنیم. ایرانی هم همینجورن، ایرانی خوب باهاش صحبت کرده بعد گفته حالا تلفن تو بده، حالا بیام توی اتاق خصوصی با هم صحبت کنم چه باید کرد. برمیگردیم به حرف آقای اکبری، میگه من وقتی اومدم اینجا رفته بودم گوته آلمان، گوته ایران شیراز درس خونده بودم ولی با هزار بدبختی زبان یاد گرفتم. شماها بلند میشید بدون هیچ به اصطلاح برنامه ریزی را میفتین میاین، پلن بی پلن سی ندارید. بله بله میخواین بگین جونتون در خطر بود، همه اینا میدونیم، منم یه مدتی دولمیچر بودم، الان براتون میگم چه خبرها بود. ولی بعد به این مشکلات میخورین، بیشتر اینها اختلافات خانوادگی دارن، بیشتر اینایی که میان بیرون. من یادم دوستا شرکت بود توی آلمان، یکیش تولستوی بود، یکیش اون شرکت خیلی معروفه امنستی اینترنشنال، عف بین المللی، و ما چون چند کلمه آلمانی یاد گرفته بودیم، اینا گفتن اگر مشکلی نیست ما وقتی میخوایم بریم یه جایی یه خانواده ایرانی میاد شما بیا کمک کن. دوستان باور کنید رفتم یه جایی، آقای تن گنده جوون از من، حالا من اون موقع چقدر چه الان 65 سالم، اون موقع 30 سالم، من از 28 سالگی تا 30 سالگی تو آلمان بود، ولی این از من جوونتر با یه خانم جوون با یه بچه کوچولو اومده بودن، اونا فوری خونه بهشون کرایه داده بودن، اینها خیلی وضعشون بهتر از ما بود که تو هتل تهران خوابیده بودیم، نمیدونم شب 80 مارک از جیبمون داده بودیم، آپارتمان 148 رفته بودیم، نمیدونم ما 1000 فلان پول داده بودیم اینها. بعد این گفت که یادمه با خانم تماس و خانم وبر رفتیم اونجا، بعد گفت که بله داشتیم و این خانم ها بگو ما تو زندان تهران اینقدر وز بود بد بود که از صبح تا شب این روزنامه ها رو اینجوری لول میکردیم میزدیم پشه شده بودیم یا پشه کش ماهه. من بهش گفتم ببین وقتی ما قسم میخوریم که ترجمه میکنیم در حد توانایی و دانایی اون زبان باید جمله به جمله کلمه به کلمه که شما بیان میکنید ما منتقل کنیم. من یه بار دیگه ازت میپرسم
تو مایلی که من به اینا بگم تو تهران تو زندان برای شما روزنامه می آوردن، اون وقت شما بزرگترین مشکلت پشه بوده؟ اگه حالا داشتی هر جور خواستی خودت عوضش کن. گفتن نه، یه چیز دیگه هم که ما نمیتونیم انجام بدیم اینی که نمیتونیم انجام عوض کنیم یه چیز دیگه بگیم. برگردید، انقلاب نشده بود، وقتی خمینی اومد، اون آقای خمینی از پرسیدن چه احساسی داری، گفته بود هیچ. میگن یزدی و قدزاده و اینا اگه درست ترجمه کرده بودن مردم به خودشون میامدن. آقا این آقا چند سال رفته، الان که برمیگرده میگه من هیچ احساسی ندارم. مترجم قسم میخوره، یا تو نوشته بود مترجمه نمیدونم سوگند خورده یا فلان. بله، بیشترشون مشکلات خانوادگی دارن، از تو ایران هم مشکل دارن. آها، این همونه. کشورهای اروپایی دیگه الان فهمیدن که طرف مشکل خانوادگی داره، میاد پناهندگی که میگیره بلند میشه، پاسپورت میگیره میره ایران، بعد تازه به همون خانوادگی که باشون دعواشون شده اومدن پوز میده که قجی قجی قصه، الان من آلمانم تو اینجا، قجی قجی قصه، من ماهی 400 نمیدونم یورو میگیرم، تو اینجا باید جون بکنی تا 40,000 تومن به یارانه بدن. کارمون خیلی خرابه دوستان. تو رو خدا یه قلم کاغذ ورداریم، با وجود که این جمله خیلی ساده است ولی بنویسیدش. سه کلمه یک جمله میسازه، فعل فاعل مفعول داره. کارمون خیلی خرابه. اینو من یه شبه بهش نرسیدم. 5 سال یا 3 سال، فکر کنم 5 سال، از 98 تا 2003، شاید هم 2001، با ایرانی ها اومدم 100% شب روز وقت بی وقت گذراندم، دیدم بابا کارمون خیلی خرابه. خانمی که زنگ میزنه من بهش میگم دوستی دارم آقای علی ترابی، همکلاسی داداش من بوده، با خانوادهش اونجا هست، من میگم این شما، به اون میگم میتونه به تماس بگیره، میگه بله خدا پدر علی ترابی بیامرزه، حالا بگذاریم مسیحی شده تیسکلنگ میندازه، ولی قبولش کردن تو خانوادهش، رفت آمد فلان. و شما میای تو برنامه آقای جمشید چالنگی میگه آقای سربی من ایران بودم، به من گفت بیا اینجا، من کجا میشناختم، بعد به من میگی نه دیگه. گفتم خب شما اگه به من کمک کرده بود نکرده بودین من نمیدونستم چه کار کنه. میگم خب خانم این چیزا رو شما میگی، یعنی انقدر دروغ گفتی که یادت نیست کدومش حقیقته، و این همین ممکنه یه نفر ببره بذاره تو اونجایی که الان شما منتظرید پناهندگی بگیری، بگی این خانم گفته چرا اومدم، بگی این که این میگه، بگی از کجا اومدین، بگی اونجا، میگی نه آقا این تماس گرفته نمیدونم سربی گفته اینجوری. نکنید، کمتر دروغ بگید، کمتر حرف بزنید، لازم هم نیست مموری انشتین داشته باشید. خب اینا رو نوشتیم، فیسبوک رو گفتیم، اونو گفتیم. تگزاس جی او پی ترید تو ارست دموکرات. دموکرات ها هفته قبل چند تاشو باورتون میشه توی مملکت آمریکا نماینده های مجلس تگزاس، میدونید اینجا همه چیز دوتا ستا داریم، نماینده مجلس آمریکا داریم، نماینده مجلس ایالت ها رو داریم، سنای آمریکا داریم، سنای ایالت ها رو داریم، و یه جورایی اینجا پادشاهیه، اینجا شاه شاهانه، شاه شاهان رئیس جمهور آمریکان، شاه کشورها 50 تایی که اینجا هستن، گاورنر یا اون به اصطلاح فرماندارای هستن که اینا شاهن، اون یکی میشه شاه شاهان. اون وقت مردی که شاه اومده منم کوروش شاه شاهان، کوروش همون از قبر سرش بلند کرد خورد به اون سنگه، گفت مردی که تو که همه پدران همه شاماها رو کشتن، هرچی نمیدونم 2 نفر بودن گفتن آقا ما اینجا ایل قبیله اینا ما رو میشناسن، بذار ما که خدا اینجا باشیم، شما رفتین زدین کشتین، والا اون یه چیزی میگفتن ایالتی و کفا یه چیزی اینجوری بود، یادمون میره اینا قبیله های، خلاصه اگه اونا بودن آقا زبون ترکای عشایره رو این نمیدونم بهمن خان و چی بوده ناصر خان و اینا بهتر از اینی میفهمن که شما دکتر پیرنیا رو میفرستی شیراز. همه چی غلط، همه چی خراب. اون وقت یه کسی که همه کارا رو خراب کرد طرف نشسته آقای شاه دکترا از اینجا داشت، دکترا، میگم مردک برو تاریخ بخون. آقای انقطاع که فوت شد اون گفت، آقای عقیلی نژاد اونو گفت، آقای آریانپور اونو گفت، 100 نفر دیگه گفتن که این وقتی رفته اونجا فقط خرسواری و همجنس بازی و اینها تو سوئیس اشکالی نداره، سوراخ مال خودش
معامله هم مال خودش، هر کاری میخواد هر جای هم دیگه بکنم به من چه. بعدم برای باباش سوغات شوهر برداشت آورد، بعدم بابای عصبانی شد چیزی که از مردک رضا شاه به جایی که اینو بفرسته مدرسه نظام چون نهم داشت فرستادش دانشکده افسری. اینا اشکال بود. اونم برگشت هنرپیشه خوبی شد، چنان نقش بازی میکرد که البته اونای دیگه میدونستن که این نقشه، ولی پولشون تو این بود که بگن به به چه چه. بگذاریم، حالا هرچی بود گذشت. خلاصه نماینده های مجلس تگزاس بلند شدن فرار کردن از تگزاس، اومدن واشنگتن. بعد پادشاه تگزاس گفت اگه برگردین میگیرم بهتون، چون شما قانون شکنی کردین. طوری نشد، فعلا به خیر گذشت. دوستان من اینو در رابطه با یه چیزی نوشتم که توی برنامه شاهین شنیده بودم ولی نمیدونم الان گفتم بهتون. یه دفعه آقای اسیبی گفت یه چیزی یه جایی گفتم نوشتم نمیدونم کجا هست نمیدونم چیه، ولی اگه یادم اومد بهتون میگم. اینم ماجرای من شده. داستان سخنرانی در جلسه ایرانی ها، آزادی اندیشه، آزادی بیان و نامه من. به نظر شما تو ایران آزادی اندیشه و بیان هست یا نیست؟ همینجا الان بنویسید. بنویسید نیست، بنویسید هست. به نظر من اینو من توی یه جلسه امتحان کردم، طرف به اصطلاح برنامهش درباره آزادی بیان، آزادی اندیشه در ایران بود. اول باید آزادی اندیشه بعد آزادی بیان در ایران بود. من به عنوان اینجا میگن MC، Master of Ceremony، تو ایران چی بهش میگن؟ کسی که جلسه رو به اصطلاح شروع میکنه، خوش آمد میگه به مهمونا و اینها، اون بودن. باز میکنی، سلام میکنی به حاضرین، خوش آمد میگی، بعد میگی مهمان برنامه ما اینه 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 و میری. میگه نه که نیست، اشتباه میکنی آقای اکبری. همینجور منتظر بودم یه نفر بگه نیست. آخه تا به چی بگیم آزادی؟ ببین این غلامرضایی، این شاهین، این پالیتیشنه، سیاست مداره، این یه جوری حرفه رو میزنه که بعد بتونه عوضش کنه. آقا دیگه آزادی از لحاظ شما هر چی هست، هر چی که خودت فکر میکنی. حالا آزادی اندیشه و آزادی بیان در ایران هست یا نیست؟ من یه پاکت نوشتم دادم به اون صاحب اون مجلس، گفتم که این دست شما باشه، من هر وقت گفتم بیارین. من اومدم پشت میکروفون خوش آمد گفتم و اینها. بعد به مردم گفتم دوستان بحث امروز این مجلس درباره آزادی اندیشه و آزادی بیان در ایران هست. اون موقع هم این بود که نویسنده ها رو گرفت بودن اینها، و من به نوبه خودم قبل از سخنرانی دوستان فرهیخته باور دارم هم آزادی اندیشه در ایران هست هم آزادی بیان. آقا این ملت بی‌حوصله اینجا بو میکنن، هو نمیزنن، بو بو. گفتم بابا صبر کنید، همین بدبختیتون همینه که نمیذاری طرف حرفش تموم بشه، فوری بو بو میکنی، فوری هو میکنی. صدا زدم اون صاحب مجلس، گفتم آقا لطفاً اون پاکتی که من به شما دادم بیارید که این دوستان بدونن این از قبل طراحی شده، این از قبل برنامه ریزی شده. وایسا اینجا این پاکت رو واز کنید. من توش چی نوشتم؟ خون گاه سوربی نوشته آزادی اندیشه هست، آزادی بیان هست، آزادی پس از اندیشیدن و بیان نیست. همه گفتن یعنی ها ما رو گذاشتی سر کار؟ بله سر کارتون گذاشتم. آقا من که نمیتونم با مته مغز تو رو سوراخ کنم که نیندیشی، پس آزادی اندیشه هست. حتی اگر فکر میکنی آزادی بیان نداری به خاطر ترس از بعدش، اندیشت رو انجام دادی. دیشب فکر کردی که چه خوب میشد که ایران آزاد بشه از لحاظ فکری فلانی بسا، پس اندیشیدی، پس آزادی اندیشه هست. هنوز دستگاه آخوندان نساختن بیارن تو مغزمون که این تلفن ها به زودی این کار انجام میده. حالا آزادی بیانش هم هست. شما تو تاکسی میشینی حرف میزنی، تو مدرسه میری حرف میزنی، تو خانواده حرف میزنی، ولی بعدش میگیرنت. آزادی پس از اندیشیدن و بیان نیست. حالا خداییش یه چی بهتون بگم، گور بابای همه این آخونده از اول تا آخر.
آقا وقتی مقایسه میکنی الان این حرفایی که تو ایران زده میشه، این فوشایی که به اینا میدن، این کارهایی که انجام میدن، بعضی وقتا تو کشورهایی که ما اسمش هم میگیم آزادی هست نمیشه انجام داد. چیزی که هست اونجا خر تو خر شده. نه احترام بذاریم، نمیشه که بگیم خر تو شیر شده، به مردم بگیم شیر و آخونده بگیم خر، یا باید بگیم خر تو خر شده یا باید بگیم شیر تو شیر شده، چون حکومت خره، این برام بگیم خر خر تو خر شده. اینم از این داستان سخنرانی در اون جلسه و ایرانی ها و آزادی اندیشه و آزادی بیان. آخه تو به چی بگیم و اینها دارن از تو ایران هم مشکل دارن. بله بیشترشون اونم اون. خب دوستان عزیز، این مال تگزاس هم گفتم، یکی یکی دارم خط میزنم. و دوستان یادتون باشه، فکری که میکنیم دنباله همین اندیشه و اینها، حرفی که میزنیم، چگونه اون حرف رو بیان میکنیم، در زندگی من و شما و دیگران تأثیر داره. این امتحان رو من چند بار تا حالا انجام دادم در طی این 22 سالی که برنامه تلویزیونی دارم، یه بار دیگه هم الان انجام میدم. مثل اون آقا هم نیستم بگم کاغذ قلم بیاری ده 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 ده، یک شماره دو، یک شماره سه، دو شماره چهار، هفت شماره و هفت شماره 29 ثانیه. شما چشمتون رو ببندید، فکر کنید الان دارید قدم میزنید میرید به طرف آشپزخونه و در یخچال رو باز میکنید. راستی باید لیمو رو توی یخچال نگه داشت یا نه؟ بعضی میوه ها رو اگه توی یخچال نگه دارید زودتر خراب میشه، از جمله موز. موز رو اگه سرش که اینجوریه، سرش رو بالا نگه دارید دیرتر خراب میشه. یه دوستی من دارم بهزاد، میگه همیشه میوه ها رو همون جوری که رو درخت هستن شما نگه دار. اگه گیلاس اینجوری آویزونه، اگه اونجوری آویزون نگهش داری به همون شکل، سیب اگه اینجوریه، اگه اینجوری بذاری زودتر خراب میشه. حالا لیمو هنوز نمیدونم، مطمئن نیستم. حالا یا لیمو سبز یا لیمو زرد، اینجا یکشو میگن لیم یکشو میگن لیمون. چشمتو بستی هنوز؟ اوکی. اگه چشمتو بستی که من اینجوری میگفتم اینجوری میگفتم، یه بازی بود یادت میگفتیم سرولو اورولو، اون یکی چشم بسته بود اون یکی باز بود، چقدر میخندیدیم بدون هیچ اسباب بازی. حالا نوای من میان اینجا سه تاشون، اون یکی که 50 روزه، سه تاشون میان اینجا، آقا قد یه فروشگاه اسباب بازی، ما اسباب بازی داریم، آخرم همه رو باز میکنن، باور کن کمتر از یک دقیقه با هر کدومش بازی میکنه میره سراغ دومی. بعد که اینا میرن ما بیچاره ها راه که میریم میگیم آو، پامون میره روی یکیش، مجبوریم وایسیم جارو کنیم و تمیز کنیم و اینها. اما تو ایران یا با 7 تا سنگ با یه توپه انقدی، بعض وقتا هم توپ موتی هم نداشتیم، یه چیز پارچه‌ای میپیچیدیم. بعضی هم بلد بودن مثلا یه توپه گرد درست میکردن، ولی بعدن این توپ موتی های مثلا دانشگاه پهلوی و اینها تنیس بازی میکردن، توپ کوناش میومد میرسید به محلات دیگه، با اون هفت سنگ بازی میکردیم، هفت تا سنگ میذاشتیم و اینا. حالا شما اگه چشتون بستید یا بازه هرچی، فکر کنید رفتید توی آشپزخونه یه لیمو برداشتی، لیمو سبز یا زرد هر کدومش بیشتر دوست دارید بیشتر میخرید دیگه، آوردید و یه چاقو هم بردارید بیارید، لطفا بذارید دست خودتون رو، مواظب باشید دستتون رو نبرید، لیمو رو کات کنید یا قاش کنید یا ببرید، یا تهرونی ها میگن قاچ، هرچ بگذارید. و الان این لیمو رو اون نصفه رو بردارید بزنید به زبونتون. همین الان که من به شما گفتم آب دهنم رفت پایین، نشون میده مغز من تو آمریکا، حرف من تو آمریکا تونسته منتقل بشه به شما تو آلمان، تو ایران، تو هر جایی که هستی. شما بدونی که لیموی باشه، بدونی که کاردی باشه، ولی اون طعم ترش و ترش ما میگیم شیرازی ها، شما حس کنی. پس یادمون باشه حرفمون اثر داره. حالا هرچی حرف بهتر بزنیم اثرش بهتره در بهتر شدن، بهتر بودن. هرچی حرف بدتر بزنیم بدتره. کاش که یک کسی اینا رو یاد من داده بود موقعی که جوانتر بودم، اینقدر حرف بد نمی زدم، اینقدر دل مردم رو نمی شکستم. گذشت هرچی بود، فکری که می کنیم، حرفی که می زنیم، چگونه در زندگی ما تأثیر می گذارد. یه مثال دیگه براتون بزنم. من به شما میگم 5 بار بگو فیل آبی، بگو الان فیل آبی، فیل آبی، فیل آبی، فیل آبی، فیل آبی، الان چی میبینی تو مغزه؟ یه فیل آبی.
ماشین قرمز، ماشین قرمز، ماشین قرمز، ماشین قرمز، ماشین قرمز. الان چی میبینی؟ یه فیل آبی، یه ماشین قرمز. این قدرت فکر، قدرت مغزه. خب دوستان، فیلم آذربایجان رو براتون نشون دادم، The Rising Phoenix. Phoenix همون پرنده ققنوسه که دیدید ما پشت دیوار استادیوم فرح منتظر می شدیم تنیس بازی کنن، بعد توپ بیفته اینو ورداریم از دیوارو فرار کنیم. ما تو مدرسه احمدی این توپایی که از به اصطلاح مال دانشگاه و این ور ور می اومد می بردیم، چقدر با سنگ پا یا با آسفالت اون موهاشو، این ماهوتیه دیگه، این توپ ماهوتیه، نه می گفتیم توپ ماهوتی، این پشماشو پاک می کردیم که فقط اون سفید کرمی رنگی بود، یه رنگ زشتی هم بود، خوب نبود، توپ خالیش بمونه. بعد آقا تنیس که بلد نبودیم، رو تور والیبال تنیس با دست خالی و با توپ کهنه های اونا بازی میکردیم. این دوره شاه بود دوستان. حالا هی فکر کنید که ایران بهترین بود، آقا نمیدونم همه توریست ها، آقا اگه همه توریست ها میمدن ایران مرض داشتید اقدر میرفتید خارج، که تازه حالا پوزم بدین اون موقع ما میتونستیم نمیدونم این همه کشور رو، آقا میرفتید یه مش چی کهنه بعد از حراجی وینناختن از آلمان می آوردین برای بدبختای دیگه، یه مشم میفروختین که پول سفرتون در بیاد، بعد برای بدبختای دیگه که نمیتونستن برن پوز میدادین، بعد اونم سال دیگه راه میافتاد میرفت. یعنی این زنجیره اون رفت منم برم، کیپ اپ وید جونزش اینجا میگن، چشم به چشمی همینجوری ادامه داشت تا به امروز رسیده. آقا اون رفته، من کاری ندارم چه جوری رفته، رفته درس خونده، رفته پناهنده شده، منم میخوام برم اونجا زندگی کنم. بعد میان به این بدبختی ها میخورن. بعد اون فیلم آقای پرویز صیاد نگاه کنید که میشنس شعر میخون، اومده اون تهرون، میگه نه در غربت دلم شاد و نه روی در وطن دارم، نه دیگه روش میشد برگرده بره اونجا. خب این آقای دکتر هولاکویی میدونید استاد سخن واقعا. بعد من تعجب میکنم کسی که به دیگران درس میده چجوری رابطتون زندگیتون اینا باشه، این خودش گویا 3 بار ازدواج کرده و نتونسته یه ازدواج موفق داشته باشه، اون دیگه به خودش مربوطه، به من و شما هیچ دخالتی وارد نیست. ولی اون روز داشت صحبت میکرد راجبه، میگو ما 4 تا نون تلخ داریم. بعد یا متوجه شد یک، یا بهش یکی گفت که آقا نون منظور نون خوردنه، اگه گفت 4 تا نان تلخ داری، نمیدونم گیج شدم، در هر صورت این منظورش نون بود، الف ب ی ت ت فلا اینجوری میگیم، این نون نون میگیم دیگه، نان که نمیگیم، بگو نان خوردنیه. این اشتباهی گفت 4 تا نان تلخ داریم، بعدن منظورش نون نوشتنی بود، گفت نادانی، ناتوانی، نیازمندی و نگرانی، بگو البته 4 تا ب خوب داریم، این بیا برابری، برادری، بردباری، بهزیستی. به این مزخرفات خیلی گوش ندید، ما نمیدونم چند تا نون خوب داریم، نه تا به بد داریم، اینا برای که جلسه رو بتونن به پایان برسونن و یه ساعت $30 $35 که شما دادی به اصطلاح توجیه بشه، به انگلیسی میگن justify، این مجبورن 4 تا از این مزخرفات، و الا 4 تا نون خوب داریم و 4 تا به بد داریم، هر چیزی میتونی بشینی فکرش کنی تا ردیف بشه. و اما جلسه اون فستیوال کن که در فرانسه هست و اینها تموم شد و باز هم مثل هر سال چند نفر آمدن اونجا، از جمله آقای اصغر فرهادی برنده بهترین کارگردان شد و از جمله مثل همیشه شروع کردن به فحش، توهین، تهدید، خائن هست، حرف نزده فلان. در صورت اگه دقت کنید فیلمشو ببینید، موقعی که نواری که این خاصه گذاشتن، مرغ سحره که خدا امیدوارم یه کاری بکنه من و شما امشب مغزمون یه جوری پاک بشه، یکی مرغ سحر، یکی یار دبستانی مال آقای منصور تهرانی از مغز ما پاک بشه، چون ملت بدبختی هستیم، چسبیدیم به این دوتا آهنگ، همه خودمون رو تو این دوتا آهنگ میبینیم، این دوتا آهنگ هم میخوایم سوار کنیم رو زندگیمون. آقای اکبری میگه که بهش میگفتیم توپ 7 پوس میگفتیم، من نشنیده بودم تا حالا، خیلی ممنون، خوشحالم که شما هستید. کاهو بدون سس، نگاه کن آقای اکبری،
وقتی بهت میگم من قدردانی میکنم مینویسم، میبینی نوشتم اکبر شیرازی، کاهو بدون پوست در صفحه اکبر شیرازی، یه آخوندی رو نشون میده. این مردک بی همه چیز میگه اگر زنها خانمها مجرد هستن، نمیدونم ممکنه گاهی وقتی حشری بشن، حواس گوجی گوجی کنن فلان، اینها کاهو بدون سس بخورن. حالا ما تو شیراز کاهو با سکنجبی یا سرکه انگبین، کاهو با سرکه، کاهو با آب نارنج، با شکر، حتی کاهو با سس. یعنی چی کاهو با سس؟ بعد این میگفت که حالا ببینم میتونم پیداش کنم، یا انقدر ماشاءالله این چیز میذاره که اینها میرن و باید بیریم اون پایینا پیداش کنی ببینم میتونم. بیهوش شدن کارگر اداره برق و اینها، زندگی سیاسی شخصی دکتر، بذارید با اون صفحش هم نشون بدیم. خب ما اگه برنامه‌مون از این استفاده میکنیم، توی صفحش هم به اصطلاح اینجا هم یه قدردانی به این وسیله نشون بدیم که این صفحه آقای اکبر شیرازی، کامرای 3، دوربینم بذارم آف، اینجا از صفحه ما آف بشه بیاد روی اونجا. بله، سلامتی بغض بچه پایین شهر، بیهوش شدن کارگر اداره برق برازجون هنگام کار در ارتفاع به علت گرمازدگی، زندگی سیاسی شخصی دکتر شاپور بختیار، همینجا بود من نوشته بودم از همین بانو بپرس پدر وطن پرست شما 5 روز در عراق با صدام چه کار داشت؟ چرا صدام و کشورهای عرب به بختیار و تمام وزیرانش در کیف‌های سامسونت پول‌های نو دادن؟ هیچ فرزندی نمیگه پدرش دزده یا قاتله. بختیار اشتباهات زیادی داشت، شاید جبهه ملی میدانست که او را عقب زد و دست رد به سینه او زد. آقای اکبر شیرازی یا همون اکبر اکبری یا دوست خودمون نوشته بختیار قبل از جنگ ایران و عراق به بغداد رفته بود. این بدترش میکنه، چون شما هیچ وقت نمیتونی بگی رجوی رفت عراق باعث جنگ شد، چون جنگ شده بود که رجوی رفته بود، ولی بختیار قبل از جنگ رفته بود. و من به شما قول میدم روزی که بختیار رو در بهشت ببینیم، البته من و شما که جهنمی هستیم، ازش میپرسیم و اون میگه. اینجا یه داستانیه درباره ابراهیم گلستان، همشهری ما هست، هنوزم فکر کنم زنده باشه. اینم زندگی جالبی داره، فکر کنم تو انگلستان یا یکی از این کشورهای قصر بزرگ خریده و اینها. پسرش هم هنرپیشه است تو ایرانه، اگه اشتباه نکنم دخترش هم نویسنده است، ولی یه جورایی خلوچله آقای ابراهیم گلستانی. ولی حرف که میزنه، من تو ساعتها ویدیوهاش نگاه کردم، ابراهیم گلستان نوشته، نویسنده و فیلمساز، گفته فروغ فرخزاد دماغش را عمل کرد برای اینکه روزی رضا شاه در منزل پدر فروغ به او که دختر کوچکی بوده میگوید تو هم دماغت مثل من بزرگه. دوستان فروغ ول کنید، دماغش هم ول کنید، رضا شاه هم ول کنید، بچسبید به این که آقا اگر آقای فرخزادم یه پخی شد، برای اینکه آقا اینا هم پولدار بودن، اینا هم رابطه داشتن، و الا اینا از همون زمان با رضا شاه سر سفره می نشستن. چیکار کردی آقا این ویدیویی رو که من گفتم، ویدیوی آخوندی که میگه کاهوی نمیدونم با سس بخوری، اینم خیلی جالب بود. یا طلاقم بده یا مرا فیفی صدا کن، ماجرای اونی که کوکب اسمش بوده، یه کلفت میارن اسم اونم کوکب بوده، این به شوهرش میگه یا منو به هم بگو فیفی، گفتم باید میگو کوکو یا کیکی. خب صادق پارسی به من برخورده، اسم مادر من کوکب بود. آها خب صدا کنه چی میشه، فیفی قشنگتره. من اتفاقا کوکب خیلی اسم قشنگیه، من یه کوکب خانم میشناختم که توی منزل فروغ الملک و اینها رفت آمد داشت، خیلی زن مهربانی بود، خیلی مسن بود، پیر بود، اینها همون موقع که ما چند سالمون بود این پول. اینم یه عکسی گذاشته، تیل خلاص بر سر طیب حاج رضایی، اگه اشتباه نکنم طیب اول طرفدار شاه و شعبان بیمخ و اینا بوده، بعد برمیگرده میره دنبال آخوندا و خمینی و اینا. این تاریخا و این گوگندایی که توشه انقدر کثیفه، آدم هرچی برزتشون دور بهتره. سال 1332 خورشیدی، شعبان بیمخ و نوچه های زیر کرسی. یه چی براتون بگم، من
فکر کنم یا سال 2003 بود یا 2004 بود، به دعوت آقای ایرج رستمی که هنرپیشه فیلم‌های ایرانی بود رفتم کالیفرنیا و آقای ایرج رستمی منو برداشت و برد اونجایی که ایرانی ها زیادن، نمیدونم وست بود بود چی بود و اینها، و یه جای دیگه هم رفتیم که همین شعبون بیمخ و چند تا از این لاتولوت های حالا لاتولوت ها خیلی شیک ها دوربرش بودن و من اونجا یه کاری کردم که بعدن که فکر کردم گفتم عجب آدم به اصطلاح بیمخی بودم. این معرفی کرد و من بهش دست ندادم، بهش گفتم من ترجیح میدم به شما دست ندم و اون دوربریاش یکم بهشون برخورد و شب که رفتیم رستوران یا کاباره تهران باز با آقای رستمی، بزنید ایرج رستمی فوت شد، رفت مرض قند داشت، خانم ماهستی میخوند و آقای ستار میخوند و آقای ستار هم تا منو دید اونجا هستم گفت نمیدونم شازده خانم رو نمیخونم چون میترسم از آقای سوربی. من بهش خواستم میگم مردی که من چیکار دارم، هر گویی میخوای بخور، هر شعری میخوای بخون. خلاصه نوچه های این آقای چیزم شعبون بیمخ یکیشون تولدش بود اونجا بود، ما گفتیم ما امشب این دشنه و قمه و اینا رو خوردیم. عکسای جالبی میذاره آقای اکبری، حتما برید نگاه کنید، حمله جنگنده های شوروی به دو هلیکوپتر ارتش ایران، 8 نظامی ایران کشته شدن، مبارزه با خشونت و زندانی کردن قلم و زبان مردم، کتاب باید آزادانه منتشر شود. دوستان اینا مال قبل از انقلاب ها. اوک سهراب سپهری، بله یادش بخیر این بنده خدا هم. آها این یه عکس هم گذاشته بود آقای اکبری از حمام های عمومی که دیدم شاهین میگه حموم بیرون، معلوم میشه شاهین وضعشون خوب بوده دیگه، آبادانی و شرکت نفتی و اینها حتما تو خونه حمام داشتن. ما تا وقتی بزرگ شدیم حمام تو خونه نداشتیم، به این حمام ها هم خب میگفتیم حموم، بعد که حموم تو خونه اومد به اینا میگفتن حموم عمومی، که البته حموم عمومی هم که باز میرفتی باز اونجا شما میتونستی بگیری نمره، که میگفتن حموم خصوصی. اینا همش اشکال زبانه، بارها بهتون گفتم ما به مدرسه خصوصی میگیم مدرسه ملی، به مدرسه ملی میگیم مدرسه دولتی، حالا دیگه یه چیز دیگه اومده نان پرافیت یا چی میگم نان منفعتی، چی میگم غیر منفعتی، که اونم کلاهبرداریه. خلاصه این عکس رو نوشته بود نمایی از حمام‌های قدیمی. ببینید شما وقتی میخوای با یک کسی دوست باشی، کل کل کنی، مهم نیست برنامه سربی باشه یا یه عکس از یه حمام، سر صحبت و باز این میگه اینجوری اون میگه اینجوری، همین کل کل کردن شروع میشه. من نوشتم که آقا این عکس قدیمی نیست، حمامم قدیمیه ولی به خاطر این شیر آب، این شیر قرمزه میبینید، این شیرایی که توش به جای چیزا اینا یه گلوله آهنیه، آب رو میبند، خیلی هم خوبه، مینتیننس هم کم میخواد، به خاطر این شیر آب و به خاطر این آقای پسرایی که شورت پوشیده و به خاطر این دمپایی که پاشونه، این حمام کهنه جدید دارن ازش استفاده میکنن، دوستان هم قبول کردن. ولی جای تأسف داره که در ایران تعمیر نمیکنن، اینا رو به روز نگه نمیدارن. اون تو کاشی ها رو نگاه کنید چجوری ریخته، اینجا احتمالا از این کاشی ها بوده ولی درست نمیکنن و نگه نمیدارن. آقا اینم فکر کنم ستارخان باشه دیگه، نه بله ستارخان سردار ملی، نوشته بود که من می جنگم که 7 دولت زیر پرچم ایران باشد، حالا شما از من می خواهید به سفارت روس پناهنده بشم. من نوشتم ای کاش ایشون فکر این بود، فکر این نبود که 7 دولت زیر پرچم ایران باشه، فکر این بود که همون ایران رو نگه داره. و برایش هم همجور نوشتم یه روز به یکی از دوستانم، اون آقای دوستان آقای یزدان خدابنده لو بود، آقای یزدان خدابنده فکر کنم، گفتم که یه کاری انجام دادیم، بعد گفت درست شد. این روزا هم شاهین بعض وقتا یه کاری که اون انجام میده یا من ازش یاد میگیرم خوشحال میشیم، میخوام برایش بنویسم آوری به اتفاق میتوان جهان گرفت. یاد آقای یزدان خدابنده افتادم که گو آقا شما جهان پیشکشه، همین خونه خودت و کوچه و خیابون و شهرت رو نگه دار، همدیگر رو بعدن میبینید. ببینی آقای اکبری، همین آقای ستارخان، همین آقای کوروش، اگر به فکر، حالا بیچاره ستارخان واقعا نمیدونم، شاید هم این نوشته شما یا هر کسی دیگه ای بوده،
میگم که بعضی وقتا ما میخوام از یه کسی تعریف کنیم، این فرامرز یگانه احمق میخواست یه بار از ایرانی ها گفت این سلحشورانه، یه کلمه دیگه ای گفت، نمیدونم مثلا مثل خونخار. گفتم آقا آدم سلحشور که خونخار نیست که. بعد اون بهکام هم میخندید. در صورت نگاه کنید، اگر روزی کوروش و داریوش به فکر این نبودن که برن حالا اون موقع یا یونان بوده یا روم بوده هرچی بوده فتح کنن، بعدم اونا به فکر این نمیافتادن که بلندشن بیان به خاطر طلاها و باج و خراج ایران به ایران حمله کنن و این حالا اگر تخت جمشیدی هم بوده از بین ببرن، که بودن تخت جمشید هم روش یه علامت سوال خیلی بزرگه که اگر این بوده و اگر اینقدر سرباز بوده، سربازها کجا زندگی میکردن، اون شهرها چگونه بوده، اگر شهرها همه گل بوده و با بارون و اینا رفته، چون اون منطقه مرودشت و تخت جمشید و اینها دوستانی که مال اونجا هستن میدونن اونجا برنج هم میکاشتن، هر سال سیل میمد آب میبرد، اون وقت سوال پیش میاد که چرا یه پادشاهی یه قصری از سنگ از این ستونا به این محکمی برای خودشون بسازه که وقتی میخوان آتیشش بزنن مجبور بشن پهن اسب و پهن حیوانات رو بیارن آتیش بزنن چون اصلا نمیسوخته، ولی سربازاش تو خونه های گلی زندگی کنن. سوالات زیاده، اگه کسی خواست یه روز بیاد با هم صحبت کنیم. شاه و خواهرش شمس در نوشه، شمس میگن نسبتا بهتر از اشرف بوده. بله، میگه اعلیحضرت آگهی های استخرام را داره نگاه میکنه. استخدام این آقای طهمورث زمانی هم خیلی حرفایی که میزنه جالبه. کمال الملک در آخر عمر در من یادم رفت دیگه دنبال چی میگشتم. آنه اینم بد نیست، گویا این حیوان دو پا جانور دو پا یه اسلحه‌ای ساخته بوده برای شکار مرغابی، همون تفنگ دمپوری که ما میگیم، همون ساچمایی که سروبیا توی بازار وکیل میفروختن برای قشقایی ها و اینا که میمدن برای که پرنده و اینا رو بزنن، این تفنگ های دمپور، این تفنگ رو ساختن که باهاش مرغابی بزنن، چون مرغابی ها 50 تا 100 تا یه جه که میشینن، شما وقتی یه تیر شلیک کنی همشون میرن و تا ساعت ها بر نمیگردن. اینا این تفنگ رو ساختن، به احتمال زیادم همون پر از ساچمه و دمپور بوده که وقتی میزدن همه رو با هم بزنه. شاهین نوشته بود بابا این نفر جلویی که کر میشه. گفتم آها، نشون میده ارتش نرفتی، اگه ارتش رفته بودی میفهمیدی که اینی که این نزدیکه همه خطرها این نزدیکه، حتی منفجر میشه تو صورتشون این ماشه و تریگر و همه این چیزا که اینجا هست، اون باروت و نمیدونم اینا اینجا هست، اینجا صدای زیادتر دود زیادتر هست و این یکی گوشش به طرف جلوه، این یکی گوشش به طرف صدا هست. خلاصه فکر کنم شاهین دیگه داشت جیغ میزد یه مدت دیگه این با ما باشه، همین موارم کنده از کلش کچل شده بیچاره. بعد نوشته بود لوله داغ نمیشه. چرا؟ لوله های اسلحه داغ میشه، به همین خاطر وقتی خیلی شلیک میکنی باید، به همین خاطر دو سه تا اسلحه داره هر کسی که باهاش چند بار تا شلیک کرد با یکی دیگه اش، چون به غیر از اینکه داغ میشه حتی از به اصطلاح چیز میره بیرون از حساس بودن و اینها. اینم یه فیلمیه که من یه قسمت از این رقصا رو تو سنندج دیدم، اینجا نشون نمیدیم فعلا. نوشته تاثیر جنس خوب به رقص بروسلی کشیده شد، ولی دوستان نوشتن که این در چیز هست به اصطلاح در کیمونشاه و اینها، یه فیلم تنگسیر هم مال آقای بهروز بوسوقی. بعضیا باور دارن بهروز بوسوقی هنرپیشه خیلی خوبی بوده، من میگم والا تو ایران و اون سینمای ایران من نمیفهمم هنرپیشه خوب یعنی چی، چه نقشی بازی کرده، یه چیزی بوده، اینا هم یه داستانای علکی برای خودشون نشستن، ما چیز دیگه ای نداشتیم، ما انتخاب نداشتیم بین اون هنرپیشه و آقای فلانی از آلمان، از آمریکا، از انگلستان، ما از همین هر چی میذاشتن جلومون معلومه که بوده که خوب بوده، مثل خونه این حالت بخوری پاته نخوری پاته. آقا تصاویری از بخش عراقی، آقا چیکار کردی این آخونده رو؟ به امام رضا گو خوردم، نمیدونم این چی بوده نوشته اینجا. اینم یه ماری یه عقابی رو میگیره و اینها، عقاب رفته مار رو بگیره از بالا، مار عقابو گرفته. اینم یه بچه رو نشون میده که تلفن میدزده، اینم آقای کیه بوده، فردوسی پور و فلان اینها. و دوستان تمام اینایی که تو کار سینما رادیو اینا رفتن تو ایران پارتی داشتن، اینا به استعداد و فلان نبوده. خیلی گول این حرفای مفتی رو که میزنن آقا فلانی، خب این علت شیوع کرونا رو هم حالا تلفن‌های موبایل، آقا اونو بفرست بعدن نشون میدیم چیکار کنی. اینم آقای
حسین سمندری، پسر غلام حسین سمندری، قلب موسیقی خراسان، دوتارش را برای معالم. ببین آقای اکبری، من اینا رو که میخونم بیشتر از این که از حکومت آخوند، از حکومت شیخ، از حکومت شاه متنفع بشم، از خود مردممون عصبانی میشم. همین یه لحظه فکر کن این آقا بالاخره 4 نفر تو مملکتش، تو شهرش میشناسنش، 4 نفر این دوتار یا ستار هرچی میزنه گوش میدادن. ببین وقتی اونا کمک نمیکنن، شما انتظار داری آخوندی که میگه موسیقی حرامه بیاد بهش کمک کنه؟ اینجاست که ما داریم راه و اشتباه میریم، اینجاست که ما شعاری که میدیم اشتباهه. در صورت اینم از این، هرچی بدشانسی آوردی فراموش کن. من آقا اینو که دیدم دیوانه شدم، یعنی این فیلم رو که دیدم واقعا گفتم مگه میشه یه نفر اینقدر بدشانس باشه؟ نگاه کنید دوستان، این میاد بیچاره ماشین چو پارک میکنه جلو درایوی، این ماشین از گاراژ داره میاد بیرون، زد به این، اینا حالا فهمیدن به هم زدن، این میاد پایین، این ماشین بره جلو، آقا یادش میره ترمز دستی بکشه، ماشین رفت به سلامتی، اون بنده خودم تو درگیر افتاده، رفت بازم رفت تای خیابونو رفت، افتاد تو اون گودی که میبینی. اینم بدشانسی. خب سیلاب به اتریش هم رسید دوستان. حالا اتریش چی باید بگیم؟ سد اشتباهی ساختن؟ آلمان چی باید بگیم؟ ما وقتی اینو میگیم طرفداری از آخوند نیست. آقا آخوند 100% قرمسار، ساعت 4 عصر شد. ما داریم میگیم که تغییر آب و هوا دنیا رو ریخته به هم. الان تو کالیفرنیا آتش و اینها، یه جای دیگه آمریکا سیل، و هیچ کس نمیدونه چه باید کرد. آقا ما اون آخوند پیدا نکردیم. اینم یکی نشون میده دوتا احمق میان بنزین میزنن، پولی مرد بیچاره رو نمیدن و فرار میکنن. آقا من میگم بیا، میام یکی احمق تر از اونم این. دوستان عزیز، ساعت 4 بعد از ظهر اون آخوند رو پیدا نکردیم. آقا آخوند پیدا نمیشه. از دست تظاهرات ایرانی آخوندها همه رفتن سوراخ‌های موش رو خریدن. از اینکه با تلویزیون مردم بودید ازتون تشکر میکنم، از اینکه برنامه سوربی با مردم نگاه کردید متشکرم. برنامه کانون آوا، برنامه آقای حسن ماسالی، برنامه شاهین، جدیدترین شو من اینجا نگه میدارم. میخوام یه کارایی روی مردمریپورت.com بکنم. اگه کسی هم دنبال یه پلتفرم خبری خوب میگرده، میدونید مردمریپورت.com اون مردم ریپورت اصلیه. بعد از 2 سال که ما اونو داشتیم، این کاوه یا کوین رفت مردم ریپورت داد نت رو درست کرد که اون میشه بگی یه جورای تقلبیه، قلابیه، و چیزیه که من میخواستم اینو بهش مجانی بدم. گفتم آقا اسم فامیل تو بده من بدم به اینا، من نمیدونم چیه، شک میکنم، شما هم شک کنید. وقتی کسی نمیاد بگه من کیم، قایم میشه و شما هر دفعه میری تو وبسایتش، تمام اینفورمیشن های آی پی شما و اینا میره اونجا. اینم برنامه امروز ما بود. 4 تا برنامه پس شد: شاهین، ارشاد، آوا، 5 تا آقای ماسالی، سوربی. اینا میاد دور میزنه تا برنامه آینده، تا هفته آینده. شاهین به من گفت تو آقا سوربی اگه میشه هفته 2 بار برنامه بذار. آقا برگرد تاریخ برنامه من نگاه کن، من چند سال هفته 3 بار برنامه میذاشتم، ولی چون دوستان کم لطفی کردن، حمایت نکردن، ما مجبور رفتیم از بس گفتیم حمایت کنی، خستمون شد. من آقا من دیوانه ام، میشینم اینجا به مردم میگم حمایت کنی، تازه یادشون میدم $5 بده، $10 بده، خب من یه تکون میخورم $100 $200 در میارم. من از همین 2 روز میرم. این جمعه رو هم نگه داشتم برای پشن، نمیدونم به آلمانی آدم نیچی میشه، عشق و علاقه، به زبون فارسی، به زبون شیرازی میشه همون کرم خودمون. کرم داریم و الا مرض داری، بیا گرما بشینی اینجا 2 ساعت حرف بزنی، چاییت هم یادت بره. به سلامتی، روز روزگار بر شما خوش. اینم آخرش اطلاعات رو بزنیم و بریم که حکومت شیخ دنباله و ادامه حکومت شاه بوده و هست. گول خودتون نزنید. مرسی که با ما بودید. خب خاموش کردیم یا نه هنوز؟